بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت شما. تسلیت عرض میکنم شهادت شهید محسن فخری زاده رو محضر همه شما برادران و خواهران عزیزم. خب اگه اجازه بفرمایید بدون فوت وقت من خیلی سریع عرایزم رو شروع بکنم. اولا شهادت مسئولانی و عزیزانی از این دست که میشه بگم قریب به اتفاق مردم ایران حتی اسمشون رو نشنیدن و بعد از شهادتشون متوجه وجود این بزرگواران میشن، مثل شهید تهرانی مقدم، مثل شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید شهریاری و همین شهید بزرگوار شهید فخری زاده. اینو به شما ثابت بکنه که برخلاف خیلی از مسئولینی که دنبال شومنبازی هستن و صبح تا شب عکس بگیرن و یه جا میرن 100 تا خبرنگار با خودشون ببرن و مسئله از این دست، اینه که بارها تو سخنرانی ها عرض کردم، تو صحبت هایی که با شما داشتم گفتم که من با برخی از این مسئولین جلسه دارم، اینا رو میشناسم، کسایی که شب و روز ندارن و دارن زحمت میکشن. یه مسئولین که مثل لوکوموتیو دارن بقیه بدنه لش اینا رو میکشن با خودشون میبرن. شهید بزرگوار از این دست آدم ها بودن که شما میبینید بعد از شهادتشون آروم آروم صدا در میاد و خبرها میرسه که چه اثر عظیمی این بزرگواران داشتن در کشور و برای پیشرفت ایران عزیزمون، برای کشور عزیزمون، برای میهن عزیزمون. نکته رو عرض بکنم این که دشمن شبیه به هم، یعنی اینا امضاهای کارشون با هم فرق داره، فعالیت نمی کنن و عملیات نمی کنن، بعضا با هم تفاوتهایی دارن. یه موقع است وهابی ها هستن، اینا خیلی عقل و شعور ندارن، ترورای کور انجام میدن، اما صهیونیست‌ها وقتی تروری انجام میدن به تمام نکات اون در واقع توجه دارن. وقتی یه شهید اینطوری میزنن میدونن که عجب وجودی همچین شهیدی برای مردم اثبات بشن، خودش فوله برای اونا و اینا کلی زحمت میشن تو رسانه هاشون اثبات کنن که آی مردم ایران، مسئولین ایران همشون دزدن، فلانن، بهمانن، نمیدونم چه. معرفی همچین افرادی توی همچین شوک‌های خبری باعث میشه که اینا قهرمان باشن. ما تنها مسئولی از ما که در زمان حیاتش غربی‌ها مجبور شدن در واقع اون شهید بزرگوار رو معرفی کنن، شهید سلیمانی بود. اونم به چه دلیل؟ اونم به خاطر که اینا دنبال ایران هراسی بودن، میخواستن بگن که ایران داره منطقه رو میبلعه و برای اینکه کشورهای عربی و کشورهای منطقه رو حساس کنن به ایران، مجبور بودن از قاسم معرفی کنن. خب من میخوام به خدمت شما عرض بکنم ما مسئولین از این دست فراوان داریم. من خدمت شما عرض بکنم شرعاً این حرفو گردن میگیرم که اون دنیا جواب بدم که بگم واقعا ما مسئولین از این دست زیاد داریم که شبانه روز دارن زحمت میکشن و شما اسم این بزرگواران رو نمیشنوید، چون اساسا این دوستان و این بزرگواران دنبال این کارا نیستن و فقط میخوان کار مملکت در واقع پیش بره و انجام بشه. خب اینا که میدونن خون شهید برای تفکر شیعه و برای ما ایرانی ها جریان سازه، چرا این کار میکنن؟ این مقدمه رو بگم و خیلی 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 مهمه. ببینید مجبورن، چاره ای ندارن، یا اون فرد و عنصر انقدر دیگه مهم شده که و خودش شده تبدیل شده به یه تکیه گاهی که زدنش ضربه میزنه. خب یعنی اونا تحلیل دارن که آقا زدن حاج قاسم سلیمانی کسی دیگه بخواد بیاد جاشو پر کنه زمان بره، او تجربیات و با اون کاریزمایی که داره، با اون ارتباطاتی که داره، اون منحصر به فردش کرده. شهید فخری زاده از این جنس اینا میدونن. موافرادی مجری و خبرنگار در واقع مجری خبری سیاسی شبکه 11 رژیم میگه ترور فخری زاده از میان برداشتن یک توان منحصر به فرد بود که دیگران در ایران از آن برخوردار نبودند. میگه کمتر کسی پیدا میتونی بکنی که مثل شهید فخری زاده این جامعیت رو داشته باشه. خب حالا نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم این که ما واقعا واقفیم به این مسئله. حالا ما چون یک مورد، من دو تا از کارهای شهید خودم خبر داشتم، دو تا از پروژه‌ای که این بزرگوار انجام میداد، با بقیه‌اش اطلاعی ندارم و میدونید ایشون مسئول سپند بود، سپند مخفف سازمان پژوهش و نوآوری‌ها یا دانش‌های نوین دفاعی کشوره، در واقع جنازه وزارت دفاع، معادل دارپای امریکایی است. یعنی هر دانش نوینی می‌خواست بیاد توی کشور اول می‌دونید که تو صنعت دفاعی میاد اینا. بعد مثلا شما می‌بینید همین شبکه‌های اجتماعی که ما استفاده می‌کنیم
چت میکنیم با هم دیگه، گفتگو داریم با هم دیگه، این اولین بار ظاهرا برای خلبانهای امریکایی ارائه شده بوده. خب میبینید بعضا یک دهه میگذره، دو دهه میگذره، بعد اینا تجاری میشه، بعد بیزینسی میشه. آقا جی پی اس اول نظامی بوده، بعد اینجوری شده هر گوشی موبایل گلو من و شما هم هستیم جی پی اس داره و میتونیم مسیریابی کنیم اینها. خب در کشور ما هم همینطوره، همه چی اول معمولا مجموعه نظامی و امنیتی حساسن، وارد یک در واقع دانشی میشن. من دو بخششو خودم اطلاع دارم، یعنی به خاطر حالا یه بحثی که پیش آمده بود مطلع، و بقیه‌اش دیگه من میدونم خیلی فراتر از اینها بود. ایشون به معنی واقعی کلمه تخصص اینو داشتن که برن یک دانش رو به دست بیارن بومی کنن. خودشون که حالا استاد فیزیک بودن به کنار، در واقع دکترا داشتن، و مهمترین تخصصشون از نظر من این بود که این توانایی بالا در بومی کردن این دانش ها بوده. در سلاح‌های لیزری شما فقط، چون اینا رو وزیر محترم دفاع آقای حاتمی، من دیدم در یک مصاحبه زنده خبری، بعد که این بخش خبری بود یادم نیست سال دیروز داشتن کدوم شبکه بود، چون فرمودن من عرض میکنم، خب توی بحث‌های سلاح‌های لیزریشون پیشگام بودن، تو بحث هسته‌ای پیشگام بودن، هر دانشی با، و حتی توی بحث واکسن، تولید واکسن، ببینید کیت تشخیص یه بحث، واکسن یه بحث دیگه است. چقدر هم ایشون رو اذیت کردن، یعنی من مطلع دارم که یک سری افرادی که واردات چیایی که نونشون تو واردات برخی از محصولات پزشکی بود، حالا فعلا بنا ندارم اسمی از اینها ببرم، اما حتما مسئولین زیر ربط بعد از پایان مسئولیت اینا باید با اینا برخورد حتما قضایی کنن، و من خودم پیگیر این مسئله بودم و حتی مطلعم که یه سری جریانات دانشجویام دارن پیگیری میکنن تا پرونده قضایی برای اینا تشکیل بشه. پرونده بود. خیلی اذیت کردن این بزرگواران رو، و اینا تا اون آخرین مرحله که من خبر داشتم، چون تو این بخشش در واقع واحد سلامتی، مگه خاطرتون باشه لایو قبلی گفتم تا واحد سلامتی سری کارا داره میکنه که فعلا نمیتونم بگم، حالا چون این رو هم وزیر محترم دفاع فرمودن که تو تولید واکسن میشون نشه، ما همکاری داشتیم، یعنی واحد سلامت ما همکاری داشتن و بچه‌ها فداکاری خیلی بزرگی کردن. دقیقاً همون تاریخی که نقل شد که واکسن آمریکایی‌ها موجب مرگ یه نفر شده بود و سر صدا کرد توی رسانه‌ها، شما بدونید که بچه‌های از همین مؤسسه رفتن و پیش قدم شدن، داوطلب شدن برای اینکه حتی تا این حد که واکسن روشون تست بشه. خب و اینو ما افتخار می‌دونیم. خدمت شما عرض بکنم که و اینکه در جریانی هستیم، تفکری وجود داره که بچه‌هاش حاضرن جانشون رو فدای مردم ایران کنن، این خیلی ارزشمنده. و فلذا این که ما این شهید بزرگوار رو بگیم فقط مثلا توی یه حوزه خاص، نه خیر، یعنی هر جای این مملکت کار لازم داشته این بزرگوار پیشگام بوده، پیش قدم بوده و داشته کار میکرد. اما این که آیا حسب ایشون این جریان رو متوقف کرد، این رو هم مطلع خدمتون میگم، به زرس قاطع عرض میکنم خیر، به هیچ وجه اینطور نیست، و بدونید این کار محکمتر پیش خواهد رفت، در این هیچ شکی نکنید. جوشش خون شهید این اثر رو داره که این احمقهای صهیونیست هنوز نمیفهمن که حاج قاسم شهید زورش از حاج قاسم زنده، و حاج محسن شهید زورش و توانش و دستش بازتر از حاج محسن زنده است. در این نمیفهمن اینا، این اثرات ما بعد و طبیعی رو متوجه نیستن، تا حالا ضربهشو خوردن و فهمیدن این خون، دیدن اثراتو، اما فکر میکنن اینا اتفاقه، فکر میکنن اینا جمهوری اسلامی خیلی خوش شانسه، متوجه نیستن که این اثرات خون شهیده. این ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این که اینا زندن، اینا رزق میبرن، اثرگذارن، این مسئله است. جالب بدونید که اینها صراحتا اعلام میکردن ما خواهان جمع شدن سپندیم، یعنی شما باید این مجموعه جمع بشه، یعنی اینا مشکل با دانش داشتن. حالا بحث هسته‌ای که نبود، حالا این سپند اومده رو لیزر هم داره کار میکنه، سپند اومده روی واکسن هم داره کار میکنه، اینا اصل مشکلشون با اینه که شما نباید دانش داشته. اینو من به شما بگم، اگر در جلو مقابل این حرامزاده ها توقف بکنید، تا حذف فیزیک از دبیرستاناتون هم پیش میرن، یعنی انقدر وقیحن اینا، یعنی یه روزی رو میرسونن که میگن آقا شما اصلا لازم نیست فیزیک بخونید،
به حد اینها پررو و وقیحن، حد یقف نداره. یعنی شما بگید که آقا من تا اینجا مثلا صبر میکنیم، از اینجا به بعد دیگه اینا مثلا سکوت میکنن، دیگه اینجا حد یقف، اینجا دیگه متوقف میشن. به هیچ وجه اینجوری نیستش. فلذا اگر میخوایم در جمهوری اسلامی کار پیش بره و حذف افراد موجب متوقف شدن پروژه ها نشه، باید جریان سازی کنیم. اگر یک جریان متوقف من رایفی پور بشه، خب رایفی پور میره کنار، کلا تعطیل میشه جریان. متوقف های ایکس بشه، ایگرگ بشه، زد بشه، اینطور نیست. همین لایو قبلی خدمتتون عرض کردم، جلسه قبلی گفتم آقا این چند وقت میگفتن به ما چرا کم پیدای، گفتم آقا دارم یه سری کارا میکنم. یکی از مهمترین کارهایی که کردم همین بود که این مجموعه تبدیل شد به یه جریان. یه به آدم وابسته نیست، به من رایفی پور هرگز دیگه وابسته نیستش. همین الان هم نمیدونم الان تو خبر توی اطلاع رسانی ما کردیم، ببخشید این دکمه من این میخوره به این دسته صندلی تق تقی میاد دیگه، حالا بزرگوار خودتون ببخشید موسیقی زمینش. اینکه ما 5 تا استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و کرمان رو راه‌اندازی کردیم، بقیه استانام آمادن، یعنی فقط یه سری جزئیات، یعنی همه کاراش انجام شده، پشت سر هم اعلام خواهند شد. خب حالا این اصلا به فرد ربطی نداره. یا مثلا اکانت توییتر من ای میبندن، شب انتخابات آمریکا بستن، برای شهید فخری‌زاده دوباره اکانت بعدی رو اصلا ببندید. اصلا من برای اینکه بتونه اثبات بشه که بود و نبود من هیچ اثری نداره تو این مسئله، خب من تا یه چند وقتی تو توییتر اکانت جدید نمیزنم. خب حالا شما ببینید هرچی شما بخواید پیش گام بشید، قدم بگذارید، ببینید تو دهنی تو شبکه‌های اجتماعی خواهید خورد یا نخورد. این خیلی واضحه دیگه. همین الان اخراج بازرسان آژانس ترند توییتره، درسته، و آغاز غنی‌سازی 20%. ما هم که دیگه اکانتمون بسته است که. پس این نیست، این اتفاق افتاده و همیشه باید ما تفکرمون تفکر تمدنی باشه. این جریان سازی هم نه جریان سازی برای 1 سال 2 سال، جریان سازی یه جوری برنامه‌ریزی کنید برای 100 سال دیگه، برای 50 سال دیگه. ما جوری باید زندگی کنیم همین فردا، آغاز امام زمان ظهور کرد، آماده باشیم. تا 1000 سال دیگه هم خدای نکرده ظهور عقب افتاد، باز هم ما برنامه‌ریزی بکنیم. امیران مهمی فهمید یه جوری نماز بخون، صلوات و مودت، یه جوری نماز بخون انگار نماز وداع توئه، نماز خدافظیته. اما برنامه‌ریزی هم می‌خوای بکنی، برنامه‌ریزی طولانی مدت کن. یه جوری برنامه‌ریزی کن که 1000 سال می‌خوای عمر کنی. این واقع قاینه قابل جمعه؟ بله، بله که قابل جمعه. ما انجام دادیم شد. حالا گفت به بنده خدا، گفتم باز کف میشه نماز خون، گفت نگو ما که خوندیم شد. اما حالا وارد خود بحث بشم خدمتتون عرض بکنم که چه اتفاق داره. ببینید اصل ماجرا وریش اینا، نمیدونم بایدن، ترامپ، تو رو قرآن حرفای جفنگیاتو به این شکلو بذارید کنار، نمیگم کامل غلطه اما واقعا سطحیه. اصل برای درگیری و برتری هژمون ما در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران تو این 40 سال امنیت خودش حفظ کرده. حالا راجب اگه امنیت خودش حفظ کرده به این ترور رو چیه اینا راجب نه حرف میزنم براتون. امنیت خودش حفظ کرده و در منطقه پهن شده، گسترش پیدا کرده. همین الان از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه هست و حضور داره. ببینید این که شما مثلا میتونید 10 تا تروریست رو وارد کنی، یه نمیدونم مثلا یه تاکسی ونم بگیرن، یهوی میدون آزادی در رو بکشن کنار رو بپرن پایین با کلاشینکوف مثلا 100 نفرم تیراندازی کنن، شدنیه. اما آیا عقبه لوجستیک دارن؟ این نیست. اما ما لب مرز جولان حضور داریم، عقبه داریم، موشک داریم، لوجستیک داریم. این از زمین تا آسمون با این فرق. سیاست جمهوری اسلامی هم اینه که فعلا اینو تثبیت بکنه، درست شد، دنبال درگیری بیشتر نیست. اینو دشمنم فهمیده. وقتی شما پهن شدی راحت میتونن بزننت، مثل یه زنبور میانه نیش میزنن، یه زنبور میتونه یه خرس رو اذیت کنه با اون توانی که خرس داره، ها میاد یه نیش میزنه در میره. اما آیا زنبور از خرس قوی تره؟ خیلی حرف عجیبیه، احمقانه ایه. این که چه کسی تو منطقه حضور داره؟ ماییم، به معنی واقعی کلمه. اگه این نیست پس چرا این سعی نیست مثل سگ ترسیدن صبح تا شب دارن به سازمان ملل فشار میارن که ایران باید نیروهای نظامی خودش از سوریه اخراج کنه؟ ببین این که جمهوری آذربایجان تو شمال ما همکاری های نظامی با رژیم صهیونیست داره، این کاملا تحت اشراف جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری آذربایجان اگر پاشو از گلیمش اضافه تر بگذاره خودش میدونه چی میشه. اینا میدونیم، انتقادم داریم، اعتراضم داریم، به عنوان یک کشور شیعه نباید بره زیر بلیت صهیونیستا.
اما این فرق داره با حضور نظام. بله، حالا ممکنه 4 تا مستشار نظامیشون هم بیان برن یا 4 تا اسلحه هم بفروشه. خب اگه اینه که همین الان کلاشینکوف روسی دست ماست، جسه آلمانی دست ماست، سلاح که دلیل نمیشه الزاماً. 4 تا پهباد هم بفروشه، این به معنی حضور نیست. یا بیاد مثلا با 4 تا این جغلای حاشیه خلیج فارس، این بدبخت بیچارهایی که کل اقتصادش و دار و زندگیشون به یه موشک بنده، این برجای که به یه با یه تقی همشون فرو خواهد ریخت، خب بیای مثلا با امارات بری برنامه‌ریزی کنی که حالا چیکار کنی، مثلا سالی 50,000 تا توریست ببری. خب شو میخوای 50,000 تا ببری، خب ایرانی 500,000 تا اونجا تو اماراتن، خب این که باز دلیل نشد که، درست شد؟ اینا حضور نیست. بله ما به همینش هم حساسیم و پاسخش خواهد گرفت، اما اینا نیست. بازی نخورید. یه وقت من میبینم یه چند وقت شبکه‌های اجتماعی این دو سه شب یه سری از این بچه های انقلابی رسما دیوانه شدن، نشون میده واقعا عمق تحلیل ندارن. یه جای احساسی برخورد نکنید شما، واقع بین باشید. شما دیدید من منتقدم، همین الان منتقدترین فرد به عمل کرده بخش از نهادهای امنیتی خود منم، اما حالا باید بیام مثلا داد بزنم، بیام اعلام رسمی بکنم، تو جلسات خصوصی به این آقایی میگم، میگم اینجا این کار به نظر من اشتباه بود، اینجا درست بود، اینجا فلان بود، میگم هر جایی هم از دستم، از کمکم از دستم بر بیاد، برای کمک به کشورم دریغ نخواهم کرد. خب اینا رو یه وقت با هم دیگه قاطی نکنید. اتفاقی که افتاده اینه، آمریکا داره از منطقه میره و میدونه نمیتونه بره بمونه، و میدونه که اگه بمونه هر روز، شما تو همین از سال گذشته که حاج قاسم به شهادت رسید تا الان که دیگه با سالگردش داره میرسه، نه هر روز دارن تلفات میدن، میدونه باید جمع کنه بره، منتها جمع کنه بره چی؟ منطقه رو دو دستی تقدیم ایران کنه؟ معلومه میخواد این کارو نکنه، خودش بمونه، میدونه نمیتونه بمونه. چاره چیه؟ چاره اینه که از عرب‌ها، ترکیه‌ها و اسرائیلی‌ها یه ائتلاف درست بکنه، بگه شماها بیاید همتون با هم 16 17 تایی جلوی ایران وایستید. قد و قواره ایران واقعا همینه که اینا 16 17 تایی هم جلوی ایران نمیتونن بایستن، اینو بدونید. شما به 4 تا بازی رسانه‌ای کار نداشته باشید، در عمل ببینید چه اتفاقی افتاده. این شوکای رسانه‌ای که اینا میدن، بازیای رسانه‌ای که اینا درست میکنن که کاری نداره، اینا هنر نیستش که. بله رسانه‌ای قوی ان، ما ضعیفیم. نمونهش هم تو همین ماجرای مخابره خبر شهید دیدید چه گندی صدا سیما بالا آورده بود. تمام شبکه‌های خارجی دشمنان ما داشتن خبر ترور، کارشناس اول داشتن حرف می‌زدن، شبکه 1 نمیدونم چی، شبکه 2، من خودم همینجوری نگاه کردم گفتم وای به حالت. خب وقتی تو رسانه ما ضعیف هستیم، طبیعی همینو باید قوی بشیم. همین که من رایفی پور الان دارم تو اینجا با شما صحبت میکنم، یعنی صدا و سیما ارزه نداره. چرا؟ چون تو میخواد تحلیل اینجا از من بگیری. چرا؟ چون اونجا یه مسئولشون مثلا یه انتقاد کردیم به تیریج قباش برخورده، شما نباید بیاد تو تلویزیون. درک من وظیفه‌ام اینجا کارم انجام میدم، تو اگه انتظار داری من بلند شم بیام اونجا مثلا مدح شما رو بگم، خب نه، جایی که کار خوب کردید، ما والا دیدید ما اگه این اتفاق نمیافتاد که شما هیچ وقت متوجه نمیشدید. ما تا حد اینکه بچه‌هام برن داوطلب واکسن بشن پیش رفتن. دیگه چیکار باید بکنم؟ از این موارد متعدد است که مثلا صداشو در نمیاره. ما هر جو کشور لازم باشه وظیفه خودمون میدونیم این جلو، کوتاهی هم نمی کنیم. و این بچه‌ام الحمدلله اینقدر رشد پیدا کردن که اصلا به من ربطی نداره، به بود و نبود من اصلا ربطی نداره، اینا کارش خودشون انجام میده. الان به شما میگم تو این شبکه‌های اجتماعی الان اینا مثلا میخوان یه کاری مثلا انجام بدن، یه جریان سازی بکنن، خدا شاهده مثلا موارد متعدد است، اصلا من با اینا دیگه کاری ندارم. خودشون هشتگ انتخاب میکنن، میرن رایزنی میکنن، خودشون شروع میکنن. اگه خاطرتون باشه اون ماجرای در واقع ترند نیمه شعبان، من اومدم رسما جلو دوربین نشستم گفتم آ مردم بیاید فلان، دومیرا اومدم دیگه نیومدم دیگه، چون خودش داره انجام میشه به الحمدلله، داره این اتفاق میفته. حالا باز اگه لازم بشه مثلا حالا حضور ما یه 10% 5% ماجرا تقویت کنه ما حضور پیدا کنیم، وگرنه من که معتقدم الان بود و نبود من هیچ ربطی نداره، چون جریان ساخته شده و شکل گرفته به الحمدلله. خب اینا نگران این اتفاقن، میگن بعد چیکار کنیم؟ میگن بعد خب چطور میگن منطقه رو دست ایران بگیریم؟ نمیشه، بعد این ائتلافو درست کنیم. یعنی ائتلاف یعنی که رسما باید رژیم صهیونیستی بیاد با اماراتیا بشینه،
بیاد با بحرینیا بشینه، با سعودیا بیاد بشینه، خب جامعه نه وزیر دشمن. آقا بعد چیکار کنیم؟ خب اینجا حاج قاسمشون رو بزنیم. اگه خاطرتون باشه تو بحثی که داشتم تو یکی از این مساجد غرب تهران سخنرانی کردم راجع به شهادت سردار سلیمان، اونجا عرض کردم گفتم که آقا اینا زدن حاج قاسم برای معامله قرنه، یکی از خواستای از مهمترینش هم از نظر بنده اینه معامله قرن. ولی دیدی همینم شد، یعنی بعدش عجب اینا ارتباطاتشون علنی کرده. این از قبل شما دیدی که از این مسئولین اماراتی نشون داشت عبری صحبت میکرد با نتانیاهو. عبری یعنی سه ماه یاد گرفت. خب این که از قبل اینا ارتباط دارن، اینا یهودی زادن. خب و ما خودمون رو باید ببینیم، ما اون کاری نداریم. دو، حالا میخوان چیکار بکنن؟ بگن که آقا ما همه جوره ایران کشیدیم پای برجام به واسطه یه مش نفله تو ایران، کشیدن پای برجام، هیچی بهش ندادیم، همه چیزش هم گرفتیم، بالاخره ایرانی‌ها به غیرتشون برمیخوره برمیگردن، چیز از عمر این دولت توفه نمونده، این تموم بشه بالاخره ایرانی‌ها برمیگردن. چه اتفاقی میفته؟ یه کاری کنیم دوباره سراغ هسته‌ای نرن. خب چیکار کنی؟ حاج قاسم اون نماد مقاومت، حاج محسن فخری زاده نماد هسته‌ای، باید زدش. خیلی طبیعیه، اصلا طرح پومپئو جایگزین ائتلاف عبری عربی ترکی به جای ایرانه. شما نمی‌بینید دوره افتاده؟ ببین یه ماه مونده از ریاست جمهوری، دولتشون یه ماه مونده. ببین بچه، ببین الان شما نگاه کن، مثلا برخی از مسئولین ما دیگه اسم نبریم دیگه خواهشن، خب می‌بینیم مثلا یه سال مونده، یه 100 روز و 3 تا 100 روز و 65 روز مثلا می‌بینید مونده دیگه نشستن. خب اینا یه ماه مونده از دولتشون پیگیر سفر عربستان، سفر اردن، سفر نمیدونم فلان، برام چه در این که اصلا اینا فرادولتی، این اتفاقی که دارم عرض میکنم، سازمان های امنیتی امریکا پشت ماجران، قوه عاقله امریکایی پشت سر، CIA پشت سر ماجراست، ربطی به ترامپ و بایدن احساس احمقانه است. بله تو روی کرد، تو تاکتیک ها اینا با هم یه تفاوته دن، تو استراتژی ها که تفاوتی ندارن. شما بایدن دیگه چطور در مورد رژیم صهیونیستی صحبت میکنه؟ چطور از عشق خودش به اسرائیل میگه؟ چطور میگه اگه اسرائیل نبود ما باید اسرائیل میساختیم؟ این که دیگه مشخصه. فرایندم اینا میدونه چیه؟ اینا چون خودشون خیلی منظمن، روش عملکردشون برخلاف این که پیچیده نمایی میکنه خیلی ساده است. دقیقا مثلا شما میبینید مدل شوروی رو رسما میان رو اجرا میکنن، مدل ونزوئلا رو میان رو اجرا میکنن، قدم به قدم، استپ بای استپ شما نگاه میکنید میبینید همون مدل اجرا میشه. در اومده اینجا همون اتفاقاتی که 88 تا 92 منجر به برجام شد دوباره دارن انجام میدن برای برجام های دیگه. شما 88 تا 92 چه اتفاقی افتاد؟ مرغ از 2000 تومن شد 8000 تومن، خاطرتون هست؟ ترور هسته ای اتفاق افتاد، بعدش هم منجر شد به برجام. الان چه اتفاقی داره میفته؟ همین الان من شما سوال میکنم قیمت مرغ چقده؟ ترورش داره انجام میشه که چی؟ که آقا وادارتون کنم بشین برای ما پای مذاکره. و واقعاً هم یک بار رفت مذاکره کردیم، همه چی هم رعایت کردیم، بالا و پایین عالم و آدم هم از آن داشت که آقا ایران یه چیز اضافه تر هم داره انجام میده، درست شد؟ آقای ظریف میگه سازمان انرژی اتمی، دقت بفرمایید، بازرسی که نهادهای جهانی روی سازمانهای انرژی اتمی در دنیا کردن، دقت بفرمایید چند تا کشور تو دنیا داریم این همه کشور خب که حالا انرژی اتمی دارن، 92 درصدش فقط رو ایران بوده، 92 درصد یک کشور، 8 درصد همه کشور رو. خب حالا اسرائیل حرومزاده هم که اصلا عضو ام پی تی نیست، بین 80 تا 400 تا کلاک اتمی هم داره، اصلا عضو نمیشه من گسترش سلاح اتمی، اصلا عضو هیچ کی باش کار نداره. چرا راه دور میان بیخی گوشه ما پاکستان 100 تا کلاک اتمی داره، کس کارش داره؟ اینا میگن تو انرژی عادی هسته‌ای هم نباید داشته باشی، چون واقعاً ببین برای قوی شدن مسیر اینه. اما به یه مرحله‌ای که دیگه برسی، مرحله رهایی، یا سر ماجرا موشکی، یه خرابکاری کردن، حالا من نمیخوام باز کنم، یه کاری کردن که مثلا ایران سوخت جامد آزمایش نکنه، نمیدونم چه و چه و چه و چه، تونستن اون مرحله رهایی رسیدیم، حالا میخوان چیکار کنن؟ یاد حرفی هم اینجا داخل پرانتز به صهیونیست ها بگم، بگم آخه شما فرض کن اصلا نظام سقوط کرد، فرض محال، خوبه اصلا بذار حال کنید با این حرف من، خوبه فرض کن نظام سقوط کرد، آخه احمقا این پاسدارا نظام سقوط کنه
موشکاشون رو تحویل میدن به یه مثلا حکومتی که با شماها رفیقه، میگن ببخش ما دیگه تو جمهوری اسلامی کلی زحمت کشیدیم، هزاران موشک درست کردیم، شهرهای موشک رو دست تقدیم میکنن. یا به نظر دارن شناختی من دارم که اینا، حالا شما حتما شناختی دارید که میگن داداش ما قبل رفتن بذار اینا رو تخلیه کنیم با هدف همون جغل جایی که رفتید گرفتید، خب که اونجا شخم بزنن دیگه، اصلا تا سالها موجودی نتونه اونجا زندگی بکنه. خب یا اینجوریه، ما چی فکر کردی در مورد ما؟ یه جا توی یکی از سخنرانیم گفتم بابا برید خدا رو شکر کنید که 7 10 میلیون آدم تو این جمهوری اسلامی درگیر جمهوری اسلامی هن. خب اینا اگه درگیر جمهوری اسلامی کار نظام بشه بیکار بشن که فقط به قدس فکر میکنن، به آزادی قدس. اینا اگه درگیر تو اینجا میشن داداش بیکاری باید. ما اینجا ما مشکل داشتیم، قصه داشتیم سر کسایی که برای دفاع از حرم میخواستن برن و نظام نمیخواست. 100 نفر جلو خود من سخنرانی ها میگفتن گریه، مرد 50 ساله خدا شاهده دنبال ماشین جوری میدوید من خجالت آب شده بودم. کرج سخنرانی دنبالش میدوید میگفت تو رو خدا بعضی از اینا جلسه داشت. گریه میکرد مرد 50 ساله، منم بفرستن. گفتم آقا سیاست نظام نیست انقدر فرستاده بشه. انقدر فشار وارد شد یه تعدادی رو فرستادن اینا بی خیال میشن. برید خدا رو شکر کنید که درگیر حالا آبادون برای مردم پیدا کردن و نمیدونم برن نمیدونم کرونا رو نمیدونم زد دفونه کنن و نمیدونم برن اینجا سیل شد، برید خوشحال بشه درگیر این چیزایی. ترور حاج قاسم یعنی این که بیخیال منطقه بشید و ترور فخری نژاد یعنی این که بیخیال هستش. برجام عمل نشده، میخواد برگردید هسته‌ای بمیزنیم و گندتون هم زدیم، اونی که کلی محافظ برش میذاشتید و میدونستید میخوایم بزنیم میتونیم بزنیم. حالا راجبه صحبت کن. این که دستور کار دارن صهیونیست ها برای بایدن درست میکنن که مثلا بگه بایدن توی عمل انجام شده قرار بگیره، نکته بسیار اشتباه و انحرافیه. قبول دارم در تاکتیک اینا اختلاف نظر دارن، جلوترم خواهم گفت براتون عزیزان، منتها هرگز این اصلا یا این که اینا بیان دستور کار درست بکنه برای اصلا اینجوری نیستش. اونا میخوان این کارا به اسم ترامپ تموم شه، عمدیه در این، اصلا شک نکنید که بتونن عواقب ماجرا رو کنترل کنن، که بگن ما نبودیم، یه دیوانه بود اومد انجام داد. اگه خاطرتون باشه در ماجرای شهید سلیمانی عرض کردم، گفتم فردا آی مردم، پارسال بود گفتم یه سال دیگه این ترامپ رای نیاورد، یا اگه آورد 4 سال بعدش رای نیاورد، اینا نیان بگن ترامپ بود نمیذاشتا. نه، این اراده آمریکا بوده، این برآمده از خود آمریکا. از قضا شما فکر کردن مثلا مجلس سنا اونا به همین سادگی اجازه خیلی اتفاقات رو میده؟ این شکلی نیست. چرا مجلس سنا اومد اجازه حمله ترامپ به ایران رو ازش گرفت؟ بابا اونجا قوه عاقله‌ای وجود داره، مسئول، یک سیستم امنیتی که عوض شدن مسئولها، مسئولان اصلا خچی بمونه، اصلا یک جای اونا خودشون میگینن مثلا چه بدن احتمال شورش سیاپوستا هست، میگن رئیس جمهور بعدی آمریکا باید سیاپوست باشه، برنامه ریزی میکنن یه سیاپوست رو میارن جلو. روش کارشونه. یا شما نمیدونم مثلا CIA نمیشناسید، یا احمقید، یا مردم احمق فرض کردید، نمیدونم حالا چه قصه ایه. اینجوری نیست. یا مثلا پالس اسرائیل به بایدن که ببین داداش نری وارد بحث هسته‌ای بشی، من همه چی میزنم خراب میکنم، من اینجوری میکنم، من اونجوری میکنم، و اینطور نیست. گفتم تو تاکتیک شاید باشه اما تو راهبرد هرگز اینجوری نیست. اصلا این بخشی از نقشه خود اون صهیونیست هاست که بگن آقا نگاه کنید ترامپ بودا رفتش، حالا ما هم ببخشید عذرخواهی دیوانه است که چیکارش بکنیم. آبروی خود ما آمریکایی‌ها هم برداشته برده. اینا همیشه این کار میکنن. شما برید همین معاهده پاریس رو نگاه کنید، ببینید چند سال این آمریکایی‌ها میخوان عضو شن. این رئیس جمهور عضو میشه، اون یکی خارج میشه. اون یکی عضو شد، جورج بوش اومد بیرون. باز دوباره نمیدونم. این یکی رفت، اوباما رفت، باز دوباره نمیدونم عضو شد، با ترامپ اومد بیرون. دنیا رو مچل کردن. این نکته اینجا عرض بکنم، اون کسای اون احمق‌هایی که فکر میکنن دنیا دنیای قانونه، این روزا رو ببینن. دنیا دنیای زوره، دنیا دنیای حکومت جنگله، میگه زورم میرسه.
مطمئن بشه نمیزنی میزنه. اگه تو الان نزده بود میدونست میخوره. چرا الان به این ادراک رسیده؟ یک آدم داره این تو بهش میگن داداش اون کسی که باید مثلا این کار انجام بده خود ما، ایما نمی کنیم، خیالت راحت. دو، میدونه، میدونه که این فشارهای اقتصادی فشارهایی رو بر روی تصمیم گیران نظام بود. حالا در مورد این نبرد شناختی ادراکی بیشتر صحبت میکنم. یه بحث نفوذه، یعنی خورد صحبت بکنیم. این باید یه فکری کرد در این که نفوذ تو دستگاه امنیتی ما بوده شکی نیست، نه به خاطر این ماجرا، ماجرای قبلتری هم که افتاد که من دیگه نمیخوام اسم ببرم، اتفاقات چند وقت پیش در تهران افتاد. اون این نشون میده که آقا نفوذ در دستگاه اطلاعاتمون هست. و نفوذی هم ببینید، شما فرض کنید توی ساختمونی اصلا 10 طبقه 1000 نفر آدم توش باشن، مثال میزنم، یه نفرم نفوذی باشه میتونه خرابکاری کنه، میدونه کنترل رو قطع بکنه، همه رو بیچاره کنه، میره شیر آبو میبنده، نمیدونم آ یکی تو همون گیر کرده، اینو کجا داره ظرف میشوره، همه رو اذیت میکنه. شاید در ذهن شما این گسترده به ذهن برسه، اما نه، جنس نفوذ همین نقطه زنیه. درست شد؟ و اگه میبینید صهیونیست ها اینقدر هی اصرار میکنن ما نفوذی داریم توتون، آقا بار چی باید بگی اگه دارید؟ اون میخواد الکی بگه من هستم. خب من اینم دیدم متاسفانه، حالا بعضی از این دوستان تو شبکه‌های اجتماعی و تو این طرف اون طرف تو حرف زدنشون واقعا یه جایی از مدار انصاف خارج شدن. خب این هست، باید یه فکری بشه، برخورد با اهمال باید صورت بگیره، نهادهای ذی‌صلاح و مسئول حتما باید وارد بشن. من جا دار اینجا یه اشاره بکنم که به زمان قتل‌های زنجیره‌ای، زمان که اتفاق افتاد، رهبر انقلاب در جلسه‌ای که در تیر ماه انجام شد، اونجا از مسئولین میخوان، همه مسئولین بودن، از آقای هاشمی، خاتمی، ناطق نوری بگیرید تا بازپرسای پرونده، نمیدونم چی، بازپرسای اصلی پرونده، همه جمع بودن که اینا اشتباه نکنه، هم جلسه 2 تیر بهش میگن، هم جلسه 3 تیر، به این دلیل که 2 تیر شروع میشه 3 تیر تموم میشه، یعنی ساعت 9:30 شب شروع میشه تا 12 شب بعد هم رد میکنه. توی اونجا یکی از صحبت‌های رهبر انقلاب ظاهرا اینه که، اینم ظاهرا محض احتیاط میگم، اینه که قبای این نفوذ لای درگیر کرده و الان وقت اینه که یه پاکسازی صورت بگیره. به محض اینکه این اتفاق میفته، یعنی پاکسازی باید صورت بگیره، اینا این قتل‌ها رو برای چی مدن انجام دادن؟ هرگز نظام خواستش این نبوده، هرگز و ابدا. جمهوری اسلامی اگه میخواست کسی رو حذف کنه خیلی واجب‌تر از اینا هستن تو همین داخل، خب که از قضا دگراندیش هم نیستن، شبیه خود ماهان، اینا اولویت خیلی جدی تره، اما این نیست. اما کسایی که باید حذف میکنن، کیا حذف میکنن؟ داریوش فرات. داریوش فرات مرض قند گرفته خودش داشت میمرد، کارش نداشتن، 6 ماه دیگه مرده بود بنده خدا. فاکس زده نوشته به دخترش که آقا من دارم میمیرم، بیام فرانسه پیش تو. نمیدونم 60 پاشو میخواستن قطع کنن به خاطر بیماری قندش. تو جلسه با ایران بیازدی ادرار کرده رو صندلیش، بنده خدا نتونست ادرارش کنترل بکنه، این زدن داشت. اصلا کی میشناخت او رو؟ مردم. کانال تلگرامی داشت بیاد حرف بزنه، آمد نیوز بود، پیج اینستاگرامی داشت، شبکه ماهواره‌ای داشت، بدبختی کنج خونش نشسته بود با 4 نفر میرفتن گل میگفتن، گل میشنفتن. بعد اینو میخوای بکشی، چرا این شکلی میکشی؟ دل رودش رو چاقو چاقو کنی بریزی بزنی، هم خودش رو بکشم زن، عمدی بود این کار. خود رهبر انقلاب میگه بابا اینا تو مخالفان ما، این مخالفی نبود. بعد به فرض یه مخالفی رو میخواد بکشه، خب حالا نمیشه آروم‌تر کش، مثلا چه میدونم مسمومش کرد، تصادفی درست کرد، نمیدونم 1000 مدل دیگه میشه اینجوری انجام داد. چرا این شکلی بیای بکشی؟ یعنی عمده، میخواد یه سر و صدا کنه، میخواد چهره چرک و پلید از انقلاب صادر بشه به دنیا، میخواد مردم دنیا بگن اینا همش وحوشن. خب اونجا رهبر انقلاب میگه برید پاکسازی بکنید، فکر کن نتیجه چی میشه. آقا به محض اینکه رهبر انقلاب اینو میگه، چند روز آیندهش قصه ای برای نظام درست شد، از حمله به آر پی جی به سردر یکی از نهادهای امنیتی بگیرید تا یه سری ترورها، تا 6-7 گروه که از غرب کشور از کردستان وارد مملکت کردن، تا حمله خمپاره‌ای به برخی از اماکن سیاسی کشور، یک کاری کردن که نظام عقب بکشه. چرا؟
چون اون پاکسازی مهم بود، چون جایی بود که واقعا اون عبا لای در گیر کرده بود. متوجه نذاشتن دیگه. شما برید حوادث 77 78 رو مرور کنید. 3 تیر رهبر انقلاب اینو خواسته، 18 تیر دو هفته بعدش کف تهران چه خبره؟ مسئول وقتی که ازش خواسته شده بود که باید این کار انجام بدی، جالب اینجا هم رهبر انقلاب هم آقای خاتمی هر دو اجماع داشتن بر این ماجرا. اینش جالبه. جلسه هیئت دولت رو شرکت نمی کنه در اعتراض که ما چرا باید پاکسازی کنیم، چرا باید بریم بررسی بکنیم. حالا شما نگاه نکنیم، ما حرف نمی زنیم دلیل نیستش یه چیزی نمی دونیم. در اینکه بعد معتقدم تضعیف نهادهای نظام و کشورمون تو شرایطی که کار مردم در اصل خطاست، انتقادم داری باید به خودشون بری بگی که من میدونن، این آقایی میدونن که من جلسات خصوصی میان پیشم یا من میرم اونجا میگم که آقا این نقدو بهتون وارد همین نقد، مثلا این کار رسانه‌ای یه مجموعه کرد، من چند تا نقد داشتم رفتم به خودشون گفتم، خودش شد تو واتساپ بر من دونه دونه برشون فرست، گفتم تو واتساپ بفرست منو فرست، گفتم میخوای بیا جلسه بذاری باهاشون، گفتم نه من نقدار دارم، حالا میخواد زیر نظر دولت باشه زیر نظر سپاه باشه هر جا بهشون هم برمیخوره و بخوره، من وظیفه‌ام باید انجام بدم دیگه، ما باید اون دنیا پاسخگو بشیم. یکی اینه. اما اینا دنبال چی هن؟ اینا دنبال ایجاد ادراک تو دو گروه هن. یک خود بدنه امنیتی که از فردا این نیروی امنیتی اطلاعاتی ما به بغل لستیش هم اعتماد نداشته باشه، بگه نکنه این جاسوس تو مفلانیه، بعد اون میتونه دیگه تصمیم گیری کنه، اون میتونه اقدام بکنه، نگرانش. او به دنبال ایجاد ادراک در مردم هم هست. حالا اینو بذار اول اطلاعاتی کامل کنم. اینا میخوان نهادهای امنیتی ما سردرگم بشه. میدونید کوروش که علیه پدر بزرگش که قیام کرد، کودتا کرد دیگه، علیه آستیاگ، آستیاگ یونانیشه، ایشتوویک فارسیشه، ضحاک هم عربیشه، اینا همش در واقع یه اسم معرب شده است دیگه. وقتی قیام کرد 500 تا گروه درست کرد تو اقصا نقاط تحت سلطه و حکومت ماده ها، اینا رفتن خرمن آتیش میزدن، از این کارا میکردن، تمرکز نهاد امنیتی گرفته شد، گیج شد، سردرگم شد. نتیجه چی شد؟ اینکه در خود پایتخت کودتا کرد و حکومت رو به دست گرفت. اینا دنبال پرت کردن حواسه دهاده همچه. یه ماجرای تو تهران پیش میاد، اتفاقی تو نطنز میفته، همین ترور، حرفایی که میزنن، قصه هایی که درست میکنن، پیام های غیر مستقیم که برای خود نهادهای امنیتی فرستن، مثلا یه سری اتفاقات افتاده که اصلا هنوز علنی نشده، بعد او نهاد امنیتی ازش دریافت داره دیگه، مثلا فرض کنید بلا سر یه نفر آوردن، یه کاری کردن، بعد نکشتن طرفو، عمدن گذاشتن زنده برگرده بره برای رفقاش تعریف کنه. اینا میخوان بترسونن، گیج کنن و بدبین بکنن. من حالا کسی نیستم، اما توصیه‌ام به برادرانی که تو سیستم‌های امنیتیمون هستن اینه که دقیقاً عکس این عمل کنید. یعنی حواستون جمع کنید، متمرکز باشید. نکته دیگه تحقیر دستگاه امنیتی. اینا دنبال اینا. این همزمان این اتفاق کی میفته که شما هر شب دارید توی تلویزیون سریال خانه امن نگاه میکنید که داره در مورد اشراف اطلاعاتی کشورمون صحبت میکنه، که در منطقه‌ای که دور تا دورش انفجار و این همه دشمنای قدر قدرت میخوان اتفاق بیفتن، بزنه هر از چنگا یه حادثه مجلس، بزنه یه اتفاقات، این که واقعا یعنی قابل مقایسه نیست. شما یه عراق و افغانستانی نگاه بکنید، منصف باشید. خب میخواد اینا بشکنه، میخواد اون هیمنه رو بشکنه، این همه مرز باز معلوم همجه که مواد مخدر میاد، مواد منفجر هم میتونه بیاد. ماجرا رو باید جای دیگه حل کرد، خیلی بالاتر، اونجایی که شما باید توازن امنیتی به وجود بیارید، موازنه تهدید به وجود بیارید. بگید بله هر کسی میتونه، عرض کردم 4 نفر آدم میتونن یوتیوب وسط شهر شروع کنن گروگانگیری، آتش سوزی، فلان، هر کسی میتونه انجام بده، ما هم میتونیم تو اسرائیل انجام بدیم، کاری نداره. برای منطقه بعدش ثم مازا، بعدش چی؟
متوجهید؟ بعد از بیخ حل بشه. یه نکته اینجا باید شما عزیزان متوجه باشید و حتی یه سری از مسئولین ما، که اگه فهمتون از جنگ عوض کن، ادراکتون از جنگ عوض کن، گذشت اون دوره ای که یه ارتشی میومد مرز شرقی مستقر میشد، خاکریز، تو هم خاکریز، اون توپ و تانک به سمت تو، تو هم توپ و تانک به سمت رو، اون تو مین میذاری اون رد نشه، اون مین میذاره تو رد نشی، اون هواپیما تو ضد هوایی، تو هواپیما اون پدافند، تموم شد. ما دقیقاً وسط جنگیم. اصلا شکل جنگای جدیدینه. یعنی شما فرض کنید اصلا ما مثلا با هواپیما بلند شیم بریم 1000 سال پیش بجنگیم. بدبختا دیگه اسم رو چیز نمیذارن که، نمیگن جنگه، میگن معجزه کرد طرف. درسته هواپیمای نفر ببینه 1000 سال پیش نمیگن معجزه کرد، میسه از ملائکه آورد از بالا، پرنده‌های ابابیل بودن از بالا مثلا رو کله ما سنگ میریختن، که سنگای میریختن میخوردن اینجا میمردن. درست شد؟ میگه معجزه کرد دیگه، جز اینه. الان اینا چون ما درکی ازش نداریم، مثلا الان وسط جنگیم، منتها این جنگ دیگه چیه؟ یه بخشش اقتصادیه، یه بخشش رسانه‌ایه، یه بخشش دقیقاً تروره، یه بخشش دقیقاً موشکه، یه بخشش دقیقاً حضور نظامیه، یه بخشش سفر دیپلماتیکه، یه بخشش همینه، نبرد هیبریدی شده اصطلاحاً، ترکیبیه. و این اتفاق داره میفته. ما وسط جنگ اینو بپذیرید. وسط جنگ هست فرماندهمون رو کشتن. به شهادت رسوندن. آقای زمانی که خبر شهادت شهید همت هم شنیدی، چی شده؟ چه حسی به دست داد زمان جنگ اونایی که بودن سن و سالشون می‌خورده؟ اما مردم الان هم همینه. ما وسط جنگیم. بخشی از جنگ از این طرف فشار اقتصادی با واسه ماش نفله تو ایران و نفوذی کاری بکنم، فشار اقتصادی به مردم ایران بیاد، تحریمم میکنم، از اون طرف مثلا حاج قاسمشون هم میزنم، چون این بعد از این طرف تو ماهواره اینو میگم، از اون طرف مثلا یه سری اتفاقات عجیب غریب میفته مثل اون ماجرا هواپیما. خب در مجموع در مردم چه ادراکی به وجود میاد، چه دریافتی دارن؟ اون مهمه. در مجموع چه دریافتی؟ شاید اینا مثلا مثل نمودارها بالا پایین باشن، در مجموع اون معدلی که میگیره مهمه، اوریجی که میگیره میگه آقا در مجموع اتفاق تو ذهن مردم باید بیفته. او دنبال ایجاد ادراکه. چرا؟ به خاطر اینکه این اتفاق میتونست، دقت کنید، یه هفته پیش بیفته مثلا، یه هفته بعد بیفته. آیا فکر کردید به خاطر اینه که مثلا نه شرایط الان فراهم شد؟ ببینید در اینکه این شهید بزرگوار در تور اطلاعاتی بوده، جدید هم نیست، ایشون 2 سال پیش هم میخواستن به شهادت برسونن. برای چی 2 سال پیش؟ 2 سال پیش هم زمانش بود، دقت بفرمایید، حل میشه. کجا؟ ترامپ میخواست از برجام بیاد بیرون. درست شد؟ میخواست برجام پاره کنه. خطر این وجود داشت که ایران هم از برجام بیاد بیرون. یعنی من یقین داشتم، سخنرانی گفتم، اگر ترامپ مطمئن باشه ما از برجام بیرون نمیایم، قطعا میاد بیرون. درست شد؟ رهبر انقلاب اومد یه بازدارندگی ایجاد کرد، گفت اگه شما برجام پاره کنیم ما آتیش میزنیم. این تازه یه خورده عقب انداخت برنامه اینا رو، اینجوری بدونید. خب و الا اینا خیلی سریعتر میومدن از برجام بیرون. بعد نگاه کرد، خب رهبر انقلاب این حرفو میزنه، خودش که برنامه داره بره برداره یه کاغذی برداره یه جایی بیاره مثلا آتیش درست بکنه که این کارو بکنه؟ که نه، او میدونه جایگاه رهبری تو ایران جایگاهیه که مسئله کلان بررسی میشه. اگه رهبر انقلاب میگه آقا ما پاسخی میدیم، اون پاسخو کی باید بده؟ توزیع نظامی، خب مثلا چه ارتش و سپاه باید انجام بده، امنیت داخلی، نیروی انتظامی، مجمع امنیتی مثلا اطلاعات و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مثلا اینطور. ببین وقتی انگلیسی غلط اضافه میکنه، رهبر انقلاب میگه اینجا سری جوابشون میدم. آقا 48 ساعت نشد فکر کنم، یعنی 48 ساعت که دیر شد، اگه شد 48 ساعت به خاطر اینکه اولین کشتی انگلیسی که اومد و گرفتن، مثلا 2 ساعت بعدش هم بود اونو میگرفتنش، کشتیشون رو گرفتیم به غلط کردن افتادن، کشتیمون رو ول کردن، گفتیم حالا گم شید، پرچمشون آوردیم پایین، پرچمونو بردیم بالا، روی کشتی اذان شیعی پخش شد، اون فهمید یعنی چی. چرا؟ چون اینجا اون کسی که می‌خواست این کارو انجام بده بود، یعنی عامل سپاه بود رفت انجام داد. یا اینا اومدن داعش که اومد اینجا بمب تیر ترقی در کرد دم مجلس، انصافا تو مجلس قبلی کاش داعش می‌رفت تو، من با برداشت که مجلس قبلی دارم کاش داعش می‌رفت تو، یعنی اینجوری باید گفت. خب اما حالا اینجا بحث دارم واسه این مجلس جدید و باز یه سری حرفام میشنوام اینا رو بگم، بازی نخورید آقا جون، سگ این مجلس میارزه به مجلس قبلی.
حق ندارن اینا دناپلاس و این قصه رو درست کنن و اینا، اما اونجا نماینده داشتیم 5000 تا خود رو این ور اون ور میکرد داداش. اینا رقم ها اصلا با هم قابل مقایسه نیستش. نصفشون رد صلاحیت شدن، نصف نماینده هایی که بودن بر دوره بر رد صلاحیت شدن، عمدتاً اقتصادی. خب شما چه انتظاری؟ اصلا قابل مقایسه نیست. من دیدم بعضی از این بچه انقلابی ها بعد بله منتقد باشید مجلس، این مجلس هم بدون اگه دست دست با خطاب بکنه ما تو دهنش میزنیم، شک نکنه. خب کما که انتقاد هم کردیم سر دنا پناس، انتقاد کردیم سر فلان انتقاد، اما یه وقت تو بازه شما دیدید که این جغل لیبرال ها شروع کردن آ این مجلس چرا این کاری که مجلس شروع کرده، بابا شما دیگه دهنتون ببندید خواهشم. حالا میخوام بگم وقتی چارت تی ترقه در کردن جلو در مجلس قبلی جوری دیروز زورو زدیم که 2300 تا کشته دادن، به هلاکت رسیدن، با موشک نقطه زن جوری زدیم و اون حزب تروریستایی که در کردستان عراق بودن اونا رو جوری ساختمون جلسه شون رو زدیم که فهمیدن حساب کار دستشون اومد. خب چرا؟ چون اینجا یه موشکی بود که اونجا یه نیرو دریایی بود رفت کشتی رو گرفت، اینجا یه موشکی بود. اما اینجا رهبر انقلاب میگه که من آتش میزنم، کی باید آتش بزنه؟ مجلس لاریجانی یا روحانی و ظریف؟ اینا دیگه کار ایناست، نظامی که نمیتونه وارد شه. متوجه شدید؟ اینجا من مغز وقتی اراده میکنم این دستم میام میگم آقا من حمله کنی با دست راستم این چماقو بعد میذارم کله، اما مثلا وقتی این دست چپ کار نمیکنه دیگه نمیتونم. متوجه شدید؟ این کار نمیکنه. تازه همینم بازدارندگی براشون به وجود آورد. همون موقع اومدن چیکار کردن؟ ماجرای شوراباد اتفاق افتاد که من میبندم، اصلا دوست ندارم راجع به حرف بزنم. خب اون قصه هایی که نتانیاهو درست کرد، همون موقع اینا اقدام به ترور شهید میکنن، اما موفق نمیشن. من در تور اطلاعاتی بود بابا اینجا به شما بگم آه دیدی چه کردم فلان کردم، برادر من کل شبکه های اجتماعی که دستشون، تلگرام دستشون، واتساپ دستشونه، گیت وی دست اوناست، تمام سیستمی که داریم خرید میکنیم از اونجا برمیداریم میاریم، طرف میره بی تی اس ایرانسل میخواد را بندازه باید وایس اون طرف از تو چین با اینترنت راش بندازه، برید ببین شرکت هواوی سهامدارش کیان. من یه گوشه رصد کردن، یا مثلا من دیدم آوردن گذاشتن ببینید چه تور اطلاعاتی بوده است، شهید محسن فخریزاده متولد 1330 مثلا 6، نام فرزندان، نام پدر، نام مادر. خب عزیز من چند وقت پیش بود والا کل ثبت احوال جمهوری اسلامی هک شده، یارو دو تا بیت کوین گذاشته برای فروش. خب اسم هر کی، من چند وقت پیش نفر بود رایفی پور، من میدونم اسم بابا چیه، اسم بابا محموده، یا خودم بهت بگم. خب یه داداش داره اسم داداش امیر حسین. خب چی میخوای؟ خب کارمند ثبت احوال هم میتونه ببینه، خب بابا بزرگ ما که بابامون کیه، چی مثلا اینا عهد و آب این چه اشرافت، این اشرافت داره کارمند ثبت احوالم داره والا. اصلا شما فرض کن آقا اطلاعات ثبت احوالم هک نشده بود و این قصه ها نیفتاده بود، یه کارمند نمیتونن بخرن با کامپیوتر بشینه براشون بزنه؟ گرفتید ما رو؟ اینا فهم و شعورتون اینه؟ دنبال چی اینا نیستش آقا، طرف فقط تلفن یه نفر داشته باشه، برنامه کاری یک نفر در بیاره، بگه آقا مثلا جمعه ها میرید باغشون، ماهواره دارن اینو از هم بالا کامل داره نشون میده، ماشین راه میفته بالا داره ماهواره همینجوری میبینه، گوشی موبایل دستت خب میگه این که فلانیه. بابا شما همین الان گوگل مپ روشن میکنید میخواد جای بری، هنوز جی پی اس تو روشن نکردی، نقطه تو رو میگه کجایی، منطقه هستی داره. این جی پی اس روشن یا خاموش شده فقط یه چراغ برای توه، برای او که اینم نیستش، تو هر جا بشه داره میفرسته. خب اینجا خیانت اون کسایی کردن که شبکه ملی اطلاعات رو ننداختن، سیر تا پیاز هممون دستشون. خب من رایفی بورم میدونن کجا لکوسلشو در میارن خدمت شما عرض بکنم. خب این ساعتهای دو نصف شب کجا بوده؟ مثلا 90% یه نقطه است، یه لوکیشن. خب اینا تونا خونه شه دیگه، دو نصف شب رو بخوابه دیگه، ده صبحشو در میارن. خب اینا محل کارش،
اصطلاحات مخابراتی اینا. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. چرا میگم اینا دنبال ایجاد ادراکن؟ خب یه هفته قبلا میتونستن کار کنن. یه هفته بعدم مثلا چه بسا. نه یه ماه بعد. درست شد. اما چرا اینو میگذارن شب شهادت شهید شهریاری؟ چرا میذارن یک روز بعد از مبادله جاسوس استرالیایی با سه تا ایرانی که در تایلند بودن؟ اسرائیلی‌ها میگن این سه تا ایرانی کسایی بودن که میخواستن سفیر اسرائیل رو همون سالی که ما دانشمند هسته‌ایتون رو کشتیم به شهادت رسوندیم، در عوضش ایران در هندوستان و نمیدونم تایلند و مثلا یکی دو جا دیگه عملیات کرد. این گروه میخواستن سفیر اسرائیل رو در تایلند بکشن که نارنجک پرت کرده خورده به درخت افتاده کنار و یکیشون دست باش خط شده. اسرائیل ها میگن، یعنی همون شبی که این مبادله، اونا میگن به من ربطی نداره، آزاد شدن، همون اتفاق باید بیفته. این برای ایجاد ادراک، این برای پیام فرستنه، به معنی دیگه ای نداره. شب تو رو شهید شهریاری، شب این و همزمان با این فرصتی که ترامپ داره میره، این همه سفری که اینا انجام بده. گروه دوم مردمن. این مردمش خودش شامل دو گروه میشه، یکی متخصصان ما، دو عموم مردم. متخصصان ما یعنی چی؟ اینا میخوان بگن ببین هیچ دانشمند هستی در امان نیست، هیچ دانشمند موشکی در امان نیست، ما اطلاعات همه چیتون رو داریم، ها میتونیم بزنیم بکشیم فلان کنیم به همان کنیم. آقا توی مملکت نمونید، چی از جون واجب تر؟ جونتون وردین دستتون میگه درید. طرف او یکی از همین دانشمندهای هسته‌ای ما، من چون نتنز رفتم سخنرانی فردو، رفتم سخنرانی همین تهران، سه چهار بار رفتم مرکز هسته‌ای تهران، رفتم سخنرانی، این سانتروفیژر از نزدیک بردن به من نشون دادن، من با این دانشمندان نشستم صحبت کردم، دانشمندهای جوان میشن، قبلا سخنرانی گفتم چیز جدیدی نیست، سخنرانی عجیبی هم بود چون اینا با رکابی و سیرپوش و با لباس زیر اومده بودن نشسته بودن، چون اینا اون تایمی که من رفتم اینا اگه بخوام برم بیرون حتما با دوش بگیرن، چون وسط کارشون دوباره به کار بخواستم برگردم مجبور شدن. این سخنرانی من تا حالا مخاطب این شکلی نداشتم. خب با بعضی اینا، خب اینا رو بعضا براشون ایمیل میومد، ایمیل دعوت به کار میومد، شناخته با بلند شو بیا، یکی اونور میزنن تهدید، از اینور ایمیل میفرستن بلند شو بیا تطمیع که بکشونن طرفو ببرن. یه سری رفتارهای ناشایست اینجا انجام میشه با برخی از این دانشمندان ما، طرفش بر میخوره دیگه، میگه آقا چند بار منو میدونید، من بلند میشم میرم. اینا نفوذیهای دشمنن. متخصصین عزیز خسته نشید، این کشور به دست شما ساخته میشه. اینا اصلا دنبال ایجاد ادراک در شما برای همینن. شما شاید باورتون نشه، یکی از مسئولان نتنز، مسئولان نتنز وقتی عوض شد این تیم سیاسی، رفت کارگاه زد لوله فاضلاب داره تولید میکنه، یکی دیگه شون رفت شد مشاور رئیس اوقاف. با ربط اینا چیه؟ اینا عمدیه، بعضن میخواد تحقیر کنه، میخواد تحقیرت کنه ببری. اینا خوب لحاظ کن. گروه دوم عموم مردم هست. برای اونا چه ادراکی میخواد به وجود بیاره؟ اونم این که ما اینجا مشکلی هم داریم، اسم این شهید بزرگوارم خیلی نمیتونیم بیاریم. اگه دقت کنید توی بک ما این طراحی که صورت گرفته، توی کاری که بچه گرافیک انجام دادن، عکس شهید هست، شهید هستیمون، منتها الان حذف کردن بچه‌ها به خاطر اینکه این اینستاگرام اونم برمی‌داره، یعنی اگه پشت زمینه تصویرشون باشه اونم برمی‌داره. ببینید چه اینا دم از آزادی بیان میزنن، آتیش می‌گیره آدم. اینو خوب دقت کنید، چون من گروه مخاطب بنده بیشتر شما مردمید. خب می‌خوام اینو خدمتتون عرض کنم. دنبال ایجاد خدمت شما عرض بکنم که دنبال ایجاد ادراک در مردم هم که آقا ما امنیت نداریم. خوب دقت کنید، مثلا این کلیپ های طنزی وجود ببینیم، آقا تو رو خدا انتقام سخت نگیرید، دفعه قبل خواستید انتقام سخت بگیرید، هواپیمای خودمون رو زدید و نمیدونم چی.
ببین میگه آقا اقتصادمون مشکل داره، نمیدونم تحریم این فلان، اما عوضش امنیت داریم. اینا میخوان اینو بزنن، خوب متوجه بشه، میخوان اینو بزنن و به مردم نشون بدن که من اینو عرض کردم. هر جای دنیا میشه این کارو کرد، تو خود امریکا بمب‌گذاری نشده، تو فرانسه چند بار بمب‌گذاری صورت گرفت. حالا ها ما بیایم بگیم مثلا امریکا هرگز امنیت نداره، دولت فرانسه هرگز دیگه مثلا امنیت نداره، نمیدونم چه امنیتی که ما در کشورمون داریم مثال نزدنی با وجود این تهدیدات. اونا این تهدیدات رو ندارن، اونا تهدیدات ما رو ندارن، اونجا دارن چون خودشون رو تهدیدن، متوجه؟ چون خودشون رو ندارن راحتن. اونا یه دشمنی مثل آمریکا و اسرائیل ندارن، یه جونوری مثل آمریکا و اسرائیل جلوشون نیست. اونا میدونن جمهوری اسلامی مردم نمیکشه، با مردم کاری نداره. اصلا یکی از دلایلی که ما بنابر فتوای رهبر انقلاب سراغ موشک نقطه زن رفتن، موشک نقطه زن چرا ما تو دنیا جز بهتریناییم؟ چون خیلی از کشورها اولا دانش پیشرفته، دوما نمیخوان اصلا سمتش برن، میگن بابا این موشک، این کلاهکی که داره 500 متر اونورتر هم بخوره با خاک یکسان میکنه. دلیلش اینه که ما نمیخوایم مردم بکشیم، ما میخوایم. اگر من مثال رو عرض کردم، یکی از این تروریستا بود در یکی از این کشورها میومد عملیات میکرد در کشور ما، فرار میکرد میرفت، خود توسط نیروهای امنیتی ما شناسایی شد و پهپادهای ما رفتن عملیات کردن اونجا، برگشتن. خوب بدونید این یه مسجدی بود، این مسجد دو تا اتاق داشت کنارش، این تو مسجد نماز میخوند، مردم هم میومدن نماز میخونن، این تو اون اتاقایی که کنار مسجد بود، این دو تا اتاق مال این بود، یعنی رفته بود تو مسجد. پهپادهای ما اون اتاق رو زدن تو تایمی که نمازم نباشه، یعنی نیروی اطلاعاتی افقی حضور داره، میگه الان کسی نیست، الان طرف تو اتاقش بزن، پهپاد میره میزنه. اینقدر برای ما مهمه بابا. خیلی عجیبیم ما، زمان جنگ ساعتا همینجا موشک میزد دیگه، میگفتم موشک نمیدونم 8 متری تو کوچه 4 متری یه چیز این شکلی میگفتم. خدمت شما عرض بکنم که اون موقع این شهید تهران مقدم اینا رفتن سراغ موشک، چند تا موشک از لیبی و این طرف کره شمالی و قصه ها داشت. اینا وقتی هماهنگ کردن براشون آوردن، شما میدونید از لیبی که موشک رو گرفتیم آوردیم، این نامردا چندین قطعه رو، شرط لیبیایی این بود که خودشون بیان موشک رو بزنن، یعنی لانچ کردن موشک و شلیک و هدفگیری با توسط خودشون صورت بگیره. ایران هم پذیرفت چون گیر بود دیگه. اینا موشک شلیک میکردن، ما متوجه شدیم بعدن عمدی یه جوری تنظیم میکنن که نخوره به اون هدف، کنارش میخورد. ایران گفت نمیپذیرم اینجوری بخواد باشه، ما دیگه همکاری نمیکنیم. خب اینا موشک آورده بودن نمیتونستن ببرن، این متخصصیشون اومدن چیکار کردن؟ چندین قطعه مهم این موشک رو باز کردن با خودشون بردن تو سفارت لیبی. همین شهید تهرانی مقدم خدا بیامرز زیر یک ماه، اونجوری که بنده پرسیدم و از همکارانشون پرسیدم، زیر یک ماه موشک رو آماده کردن و شلیک کردن. جالبه تو یکی از این شلیک ها این خورد توی ایستگاه قطار، تعدادی از مردم عادی عراقی هم کشته شدن. امام فشار آورد به خمینی که شما حق ندارید دیگه شلیک کنید، ما مردم عادی نمی جنگیم. ایران کجا رو میزد؟ مراکزی که پولش داشت خرج جنگ میشد، مرکز صنعتیشون بود، پالایشگاهی که داشتن این کار انجام میدادن، بانک رافده اینشون رو زد. خوب اینا دقت بکنید، این که مشیه ما نیست، اونا بی شرف ندارن. یه مثال اینجا من به شما بزنم، تا موقع سر کار آمدن دولت جدید در امریکا مردم افغانستان هم به خاک و خون کشیده خواهند شد. این استراتژی آمریکاست. این داخل پرانتز بگم، یعنی شما هی خواهید چنید بمب‌گذاری به خاطر اینکه چیه؟ بحث این مطرح شده که امریکا سرداش از افغانستان بیاره بیرون، اینا بخوام برن بیرون انقدر بمب‌گذاری میکنن که بگن ما نباشیم امنیت ندارید، پس ما باید باشیم. این هم حالا نخواد، پس مردم اصلا بازی این قصه ها رو نخون، نذارید به شما فشار بیارن، نذارید بگم نه ما دیگه امنیت نداریم از این قصه. اینکه حالا یه خورده راجع به نقاط ضعفمون صحبت بکنیم. ببین اولا اینکه ما روایت اولو من نمیدونم چند بار بعد دست بدیم. بابا الان دو روز از شهادت گذشته، از این اتفاق گذشته،
مردم نمیدونن اول تیراندازی بود، بعد انفجار بود، بعد تیراندازی بود. هر کسی داره حرف میزنه. خب یعنی چی؟ تا کی ما باید روایت اول دست بدیم؟ فراموش نکنید تو دنیای خبر مردم دنبال روایت اولن و روایت اول تو ذهن مردم میشینه. مردم چرا میرن ماهواره نگاه میکنن؟ ما هم بیایم برنامه‌های شبیه ماهواره بسازیم تا به ما نگاه کنن. این نیست، برای اینکه اونا روایت اول دست میگیره. طرف میخواد زودتر با خبر بشه. این اتفاق افتاده، این عزیز ما به شهادت رسیده، بعد نگاه میکنی میبینی شبکه یک دو چرت و پرت نشون میده، دو مزخرفتر از اون یکی، سه نمیدونم، هیچ خبری نی. ته شبکه خبر اسمش روشه داره زیرنویس میره. شهید نمیدونم محسن فخری زاده به شهادت رسید. خب اینه که تو کانالای تلگرامی و واتساپ و ماتساپ همه جا گرفته. تو چه فرقی داری؟ تو چی جلوتری؟ تو هر سری باید گفتگوهاتو شروع کنه، باید اولت دست دادی. تو هماهنگی وجود نداره. اصلا که اونا آماده نیستن بابا. یه پروتکلای شما داشته باشه. برای این روزا اون ماجرای اهواز اتفاق افتاد. صداد کل سخنگوی مثلا اینم صداد کل این رو مثلا یه چیزی میگفت، سخنگوی سپاه چی دیگه میگفت. بابا یه حرف. ماجرای هواپیما اتفاق افتاده، مردم پیشگام شدن دارن شروع کردن حرف زدن. بعد یهو میبینی بعد یه روزی بیانیه صداد کل داده آقا نه اینجوری نبود و نمیدونم فلان. سریع جنبیدن، به روز بودن، بفهمیم. قبول دارم شما سیستم کاریتون اینه آقا، امنیتی نظامی فلان. بابا رسانه رو بفهمید. این رسانه داره اوج فشار امنیتی رو همین رسانه داره برای شما به وجود میاره. اگه اینقدر بفهمید سریع باید بجنبید، سریع اطلاع رسانی بشه، درست گفته بشه. این وضعش نیست. اینا حتما باید با اینا یه برخوردی صورت بگیره. بابت اینا با کشور داره هزینه میده، مردم رو دارید کوچ میدید به شبکه‌های ماهواره‌ای که هر دریوری دیگه به خوردشون خواهند داد. روایت ترور شهید فخری‌زاده چیه؟ صدا و سیما منتظر بمونه که اسم دانشمند هست. فشار این آقایون به صدا و سیما که هسته‌ای رو نگو. به خدا اگه بیانیه رهبر انقلاب نمی‌بود که دانشمند هسته‌ای و دفاعی، دیگه اینا همون هم نمی‌گفتن چه بسا. آقا همین الان شما فکر کنید، برای بشین برنامه ریزی کنید. آقا این مسئول ما خطر شهادتش وجود داره، ممکنه بزنن، مهمه. مثلا آقای حاجی زاده مثال بزنن، خب که آقا چون مسئول موشکی این چیزا ممکنه. خب آقا فرد و روز خدای نکره، خدا نکنه اتفاق افتاد، سیاست رسانه چیه؟ و چند بار آدم از یه سوراخ یزیده میشه؟ نمیدونم واقعا. اینا نه کار بلدن، نمیذارن کار بلدا بیان کار انجام بدن. خدا شده من موندم از جمع دست این جماعت. دو خیلی مهمه، از اون خیلی مهمتره، ما تحلیل پذیر شدیم. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً دیگه ما رو انقلابی نمیدونن. اینا فلوچارت رفتارمون کشیدن. اگر این کارو بکنیم آری خیر، اگر آری این، اگر خیر این، همه چیو چیدن. فخری زاده رو بزنیم، شهادت منجا میشود نمیشود؟ اگه یه درصد نشد چی کار باید بکنیم؟ اگه شد چی کار باید بکنیم؟ پاسخ احتمالی ایران چیه؟ پاسخ میدهد این، نمیدهد این. اگر پاسخ میدهد پاسخ چیست؟ موشکیه تو خلیج فارس میخواد اتفاق بیفته، معادلش میخوان یه سری افراد از رژیم صهیونیستی رو بزنن، هر چی، من چه میدونم. خب همه اینا رو چون میتونن تحلیلمون کنن، بعد میشن روی اونا کار میکنن، خطر و هزینه رو بر خودشون پایین میارن، فلز رو اقدام میکنن. بارها گفتم این عبارت رو به شوخی دارم استفاده میکنم، اونا نمیفهمن، نمیدونم چی. بابا با اینا باید شطرنج برره ای بازی کرد. اگه تحلیل پذیر بشی تو 7 تا 8 تا حرکت شما رو بفهمید چی دیگه باید لنگ دمپوری بزنی وسط. شما فکر کردی این ترامپ چرا داره خودش دیوونه نشون میده؟ چون میخواد به تو برسونه که تحلیل پذیر نیست، شما نمیتونی تحلیلش کنی، قابل پیش بینی نیست. میخواد این قماربازه، این نونش از گمبلینگ در میاره. خب این قماربازه، این بازی پوکر انجام میداده، میدونه باید بلوف بزنه. مگه این همون کسی نبود که میگفت اگر پاسخ بدید 52 تا نقطه رو در ایران میزنیم، از حرم امام رضا و بیت رهبری گرفته تا 33 پلتونو؟ مگه نمیگفت؟ چه نزد دیگه، بلوف بود عمدین. و من برای همین میگم اینا دارن آقا این دیوونه است ببخشی بزنی، نه اصلا بخشی از بازیشونه، بخشی از این پازله.
ما تحلیل پذیر شدیم برای اینا. حتی بنده معتقدم بدترین اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی به واسطه این تحلیل پذیری و پیش بینی پذیری ما دارن یه سری انقلابی‌ها رو کنترل میکنن. یعنی اینا به واسطه ما دارن یمنی‌ها رو کنترل میکنن. آقا چیکار دارید یمنی‌ها رو آزاد الان راهکار میخواد یمنی‌ها رو آزاد بذارید هر جوری دوست دارن با اماراتی‌ها با سعودی‌ها با اسرائیلی‌ها تا کنن. به من و تو چه؟ ما رو که نمی‌ذارن چیزی براشون برسونیم. کاری نداشته باشید آقا. راهکار همینه. همین الان آقایون مسئول یمنی‌ها رو آزاد بذارید. به من و شما هیچ ربطی نداره. اینو به هر جا دلشون می‌خواد بخواد موشک بزنن. به من و شما چه؟ بذارید موشکاشونو بزنن بعدن اینا خودشون میان گریه‌زاری دم دست شما تو رو قرآن بیاد به یمنی‌ها بگید کمتر ما رو بزنن. مگه نبود تو لبنان گر گر از این آمریکایی‌ها چیز می‌گرفتن. از این صهیونیست‌ها رو گروگان می‌گرفتن زمان جنگ‌های داخلیشون. اول انقلاب ما بود زمان جنگ بود. هر روز این آمریکایی گردنشون کج جلوی ما که تو رو خدا بیاید بگید اینا رو آزاد بکنن. هی این هاشمی رفت نشست با اینا باشه ما میگیم آزاد کن. عوضش چی میدی؟ هی کلا سرش گذاشتن. هی خلفه وعده کردن. اصلا بیس شروع مذاکرات مکفارین سر آزادی گروگان‌های آمریکاییه دیگه تو لبنان. شما دارن به واسطه ما که پیش بینی پذیر شدیم هیچ. به واسطه ما دارن اون غیر قابل پیش بینی ها رو هم اون انقلابی‌ها رو دارن کنترل میکنن. اولین کار آقا همینه. ما دیگه با یمن کاری نداریم. بذارید خودشون کارشون انجام بدن. ما با این گروه هایی که در عراق هستن و از حضور قاتلان شهید ابو مهدی مهندس ناراحتن دیگه کاری نداریم. خودشون میدونن. اما حرف ما رو گوش نمی کنن آقا. عراقی ها یه روحیاتی دارن. حرف گوش نمی کنن. به ما ربطی نداره. خودتون میدونید اینا. ولتون هم نمی کنن. عربی یه نفر ازش بکشی یه عشیره رو به جنگ میاره. این خلق ایناست. هنوز پرچم سرخ بالا سر حرم ابو عبدالله، پرچم سرخ در نمادشناسی عربی سر قبری اگه زدن یعنی خونخواهی صورت نگرفت. این معنی داره. این پالس باید فرستاده بشه. دارید چیکار میکنید؟ پیش بینی پذیر شدید. خیالشون راحته. مطمئن بودن از برجام بیرون نمیایم. میدونستن یه مش سخف. یک سری انسان بزرگوار آمریکا هم بره میگن با اروپا نگم داره. اروپا هم بره یا تنهایی جلو پرچم خودمون وای میسازه از اون لبخندای خوشگلش میزنه و میگه برجام خودمون با خودمون نگه میداریم. من اول اینو برای شوخی تو سخنرانیام میگفتم خدا وکیلی چند وقت پیش دیدم یکی از تحلیلگراشون داره میگه ایران حتی که اروپا هم رفت بیرون باید برجام خودش با خودش نگه داره. اینا رسما رد دادم. یعنی این خطر باید یه فکری بارش بشه. مورد سوم آقایان سالها پیش مگه اولمرت نگفته بود؟ مگه نتانیاهو اسم نبرده بود؟ مگه افدیدی رسما اعلام نکرده بود؟ توصیه افدیدی 10 شهریور 99 10 شهریور نه آذر 20 روز تا مهر یک ماه مهر یه ماه آبان این 60 روز اون 70 روز آذر هم حساب بکنید 70-80 روز قبل اینا این حرف رو زدن که چی؟ در حالی که آژانس انرژی اتمی وظیفه خودش رو داره دنبال میکنه داره کار خودش انجام میده سرویس های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل و دیگر قدرت های غربی و اروپایی باید به تلاش های مخفیانه برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای غیر قانونی ایران و فعالیت های هسته‌ای ادامه دهن. رسما گفته بود اینا رو بزن. حالا گزارش کامل‌ترش رو جلوتر می‌خونم. اصلی ترین نکته تو اینجا دو تا گزینه است. یک، میدونن این آقایون صبر استراتژیک دارن. یعنی میدونن که میدونن بی عمل ایران، دو میدونن این ایران منتظر آقایون دولتی در ما این ستاد انتخاباتی بایدن در ایران. لیبرالای ما منتظرن رئیس جمهور بعد ایران بیاد. و اینا میدونن. عنوان گزارش اینه مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر. الان آخره نوامبر دیگه. انتخابات میگه تا اون انتخابات راهکار اینه. باید این بلا رو سرشون بیارید. تایمز آف اسرائیل. تایمز اسرائیل. 6 روز قبل 21 نوامبر میگه. 6 روز قبل از شهادت. میگه بخش هسته‌ای هدف اصلیه در ضمن بدونید ایران واکنش هم نشون نمیده. چرا؟ چون میشناسه دولت ما رو.
شورای آتلانتیک گفته دموکرات ها همه دعوت به صبر استراتژیک میکن. آره شما چی نگید دیگه، بذار بزنه، بذار این بیاد بزنه، بذار غرور ملیتون رو با خاک اکسان کنه، بذارید دانشمنداتون رو بکشه، بذارید پالس بفرسته بر مردمتون که غیرت ندارید، بذارید پالس بفرسته بر مردم که امنیت ندارید، بذار کار میخواد بکنه بکنه، شما ناراحت نباشید، صبر استراتژیک داشته باشید. منافقین چند وقت رسما داره طرف رو پاورپوینت توضیح میده، اسم شهید فخری زاده رو نشون میده. و مورد پنجم، اینو لحاظ کن، دقت کن، اینا پالس برای شورش داخلیه. اصل ماجرا از نظر من پیش روه، مردم آماده باشید، اینا تمرکز دستگاه امنیتی رو بگیرن، این پالس رو به مردم بفرستن و به افرادی که قراره برنامه ریزی میکنه میترسن از قدرت سیستم امنیتی ما، چون پیش به تنشون خورده. درست شد؟ اینا میخوان این پالس رو برای این نوچه هاشون بفرستن، پالس رو برای نوچه هاشون بفرستن که نگران نباشید. ببین سیستم امنیتیشون تسلط نداره، عمدن این فرد انتخاب میشه، این عزیز انتخاب میشه برای زدن. این پیام اصل ماجرا اینجاست از نظر بنده. اینا دنبال این اتفاقن که یعنی یه جوری با آشوب بکشن، چون میدونن اینا که صبر استراتژیک دارن، آقای لیبرال در مملکت ما، اونا هم اونورم یه خر دیوانه‌ای به اسم ترامپ داره پوکر بازی میکنه با ما. پس تا اومدن بایدن اینا این فرصت رو از دست دادن. حالا در مورد بایدن هم صحبت میکنم که برجام چی میشه. این خیلی مهم، تو جمهوری اسلامی ایران باورتون نمیشه سریال ساختن، تو مملکت خودم سریال ساختن، تو سریال نویسنده محترم سریال یحتمل، چون دیالوگ از روی فیلمنامه میخونن، آموزش ضد بازجویی ضد تعقیب میداد. خانمه نشسته بود بازجویی میشد، بازجو نشسته بود جلوش، صوتشو گذاشت که شنود کرده بودن، گفت داشتی چیکار میگردی؟ گفت صوت که سند نیست. بعد اومد ادامه داد، گفت راجع فانتزیام داشتم صحبت میکردم. این چرا؟ این یک آموزش عمومی است. ببین تو توسط دبه حداقل ما بگیم عمدیم نیست، عمدیم نیست، گاف بزرگیه، گاف بزرگیه. ماها فقط کافیه انتقاد کنیم، 100 سال صدا و سیما ما را نمیدید، بعد طرف یه همچین کاری میکنه. چی؟ عزیز دردونه آقای میرباقری بوده معاونت سیما، اینا برداشتن آوردن. بعد من خدا شاهده نمیدونستم، من رفتم خونه همینجوری داشتم بچه‌ها داشتن سریال نگاه میکردن، منم اصلا همینجوری گفتم خدای سریال چه این شکلیه، یعنی 3-4 قسمتش هم بیشتر ندیدم. من حساس شدم. یه روز اون بخشو که دیدم اومدم فرداش دفتر کل از تلویزیون گرفتم نگاه کردم، دیدم یا خدا خوشون این ضد امنیتی و ضد اطلاعاتی اینا همینجوری، من نمیدونم این نمیفهمید اینا رو دارید نگاه میکنید. بعد برام سوال شد، رفتم ببینم کی اینو نوشته. وقتی فهمیدم کی اینو نوشته تازه فهمیدم او ماجرا چیز دیگه است. کی نوشته بود؟ نویسنده این سریال کسی بود که زمان دانشجوش دانشگاه امیرکبیر به خاطر توهین به امام زمان تو نشریه، میگفتیم زمان آره تو دانش نشریه دانشگاه به امام زمان توهین کرده، همیشون بود، به خاطر توهین به امام زمان حکم ارتدادشو بعد از مراجعه دادن، گفتم بعد اعدام شه. همین آدم اینا حساس نمیکنه شما اطلاعاتی ها رو؟ دنبال زیر بغل مار دارید میگردید؟ از هر من از شمس داره توسط تلویزیون خودمون داره اتفاقات میفته. آموزش ضد بازجویی، آموزش ضد تعقیب، سیم کارت عوض کن، سیم کارت عوض میکنی گوشی حتما عوض کنه، دیوایس باید عوض شه، نمیدونم چی 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 همه چی داره آموزش میده. نمیدونم اینا اسمشو میخوای سهل انگاری بذاری، نمیدونم. ما که حرف میزنیم، ما که چند سالی راجع به نفوذ حرف میزنیم، میگن نه آقا اینا رو نگید، اینا چرا تجاره چیکار میکنید فلان میکنید، بنده که مراعات میکنم به تو رو برادر و دیگه‌مون نخوردید.
من که مراعات میکنم، من چیزی نمیگم. برید برای نفوذ مسئله جدیه. اون دشمنی که میخواد یه کاری بکنه تمام اطراف ماجرا رو لحاظ میکنه و آدماشو و کاراشو آماده میکنه. برید نگاه کنید ببینید بنده اون موقع اشتباه کردم، توییت هم زدم گفتم من مجموع این اتفاقات میگم ما شورش در پیش داریم که خورد به ماجرای بنزین. خب از کجا هست همین رصد عمومی عزیز من؟ رصد عمومی اطلاعات پنهان نمیخواد. قشنگ شما میفهمی، قشنگ شما میفهمی، میبینی یه عده عمدن دارن یه کاری میکنن مردم آسیشن، میفهمی دیگه؟ ولی میگه دلیل این اتفاق چیه؟ خوب اینو مثلا پنهان کنید. اصلا بعضی از مسئولین مثلا میان عمدن یه حرفایی میزنن مردم آتیش بگیرن، متوجهید؟ خب آقا حداقل اینو نگو. ببین ما تشنیم، حداقل جلومون آب نخور، درست؟ وقتی تو مثلا مردم تحت فشار اقتصادی ویژه، بعد اوضاع اقتصادی کشور خراب، میاد طرف در مدح اقتصاد ایران صحبت میکنه، اینا یعنی چی؟ چقدر از این سهل انگاری باید اتفاق بیفته؟ آقا چیکار کن؟ مردم دعا کنید، مردم دعا کنید. خب آتیش میزنه مردم این حرفا، رسانه‌هاشون هم قوی هستن، تو ما این حرفا میزنیم. من فردا همین فردا اینا منتظرم باز کلیپ تقطیع کنن، رایف بور اینجوری گفته، رایف اونجوری گفت. بگید بابا نه. بعد جلسه قبلی گفتن من تازه اینا این جماعت کنترل میکنن بچه‌ها رو، من نباشم که اینا پدر جدتون میان جلوی چشم اینا انقلابیان. و اما به بند خدا امام قلی خان خونده بود و اما مقلی خان حالا و اما برجام. اولا این که من با توجه به حرفایی که زدم، اما این که بگیم غرب همشو یه شکل ببینیم، نه با این مخالفه. بله بین جمهوری خواها و دموکرات ها تفاوته، بین اروپا یا آمریکا یا تفاوته، اینو میفهمم. بین اسرائیل یا درخواستشون از مکنون متفاوته، اینو الان نمیگم، بارها گفتم. اینا میشه اون بخش تاکتیکی، نکته دارم سرش. نه تو راه بردا زدن انقلاب، راه بردا تجزیه ایران، همشون مشترک. اما تو تاکتیکا راه بردا یه سری چیزا برای ایشون مهمه، یه سری نیست. یه جایی اینا اتفاق نظر، یه جایی اختلاف نظر داره. ما بچه شیعه همه مینه خیلی مقلد، یه مرجع تقریبا صبح تا شب داریم با هم دعوا میکنیم. همین آقایونی که بهشون میگن ارزشی، نگاه کنید تیکه پاره دارن میکنن. گفت من یه توییت آماده کردم گذاشتم تو درافتم یه روزی بزنم اینو، بعد دیگه پرید دیگه. خب حالا همینجا میگم برادر ارزشی چرا برادر کشی؟ خب واقعا اینو صبح تا شب دارن هم دیگه تیکه پاره میکنن. فکر کن بین اینا اختلافات نیست؟ هست. بعد بین اختلافات ما دامن بزنیم؟ بله. الله مشغل الظالمین به ظالمین، یعنی همین. شما از این طرف میای میگی، ببین خوب دقت کنید ها، اون لحاظ بشه، حالا میخوام حرف مهم بزنم. شما از این طرف میگی اللهم اشبع کل جائع، خدا همه گرسنه رو سیر کن. اللهم اکس کل عریان، خدای برهنه رو بپوشون. اما خودمونم بلند میشیم میریم چیکار میکنیم؟ یه غذای میدیم به یه گرسنه، لباس میرسونیم، دیوار مهربانی میزنیم. اما چرا اللهم مشغل الظالمین به ظالمین کار نمیکنیم؟ خب اینجا یه وسیله میخواد. بله باید هنرمندانه جوری عمل کرد که اینا تو اختلاف بمونن، اینو من قبول دارم. منتها به این مثال میزنم برای شما، مثلا امریکایی‌ها فهمشون اینه که اگه با ایران ارتباط بگیرن میتونن ایران رو استحاله کنن و ایران از بین ببرن. اینا اعتقادشون بر اینه، هر روزی بتونن سفارتشون تو ایران بزنن کارشون پیش رفته. خب اینا مثل دوتا تکواندوکار که همدیگر بغل میکنن، میگن که ایران مثل رقیب تکواندوکار ما که وقتی به هم نزدیک بشیم من باید همدیگر باید بغلش کنم که نتونه لغت به هم بزنه، نگهش دارم که لغت نزنه، درست شد؟ اما اسرائیلیا کاملا برعکس. اسرائیلیا شدیداً دنبال اینن که یک به هیچ وجه ایران ارتباط خاص بین المللی ویژه‌ای با دنیا نتونه بگیره، دو چهره کریه از انقلاب مخواه. برای من قتل‌های زنجیری کار اسرائیلی میدونم، نه امریکایی. دقیقاً همون موقع هم مادلین آلبرایت پیغام فرستاده میخواست با ایران ارتباط برقرار کنه که اینن قصه ها رو درست کردن، روابط ما رو با آلمان با میکنوس خراب کردن. شاید اون کسی کاری هم انجام بده اما نمیدونه تو پازل نفوذه.
نمیدونه اون رئیسش که داره بهش دستور میده این عملیات باید انجام بشه نفوذیه چه بسا. تصمیم سازی میکنن، نمیدونن اون مشاورینی که به اون رئیسه چه بسا دارن براش طراحی میکنن تصمیم سازی میکنن. برداشتن موشک انداز برداشتن بردن خمپاره برداشتن بردن بندر آنتروپ، هی میخواستن خراب کنن. مستحضرید اینم اسرائیل دنبال اینه. مثلا به محض اینکه پای توریستا تو کشور ما زیاد باز میشه، خب شروع کردن اومدن، یا شما میبینی اسید پاشی صورت میگیره تو اصفهان، چرا تو تهران نه؟ بعد انداختن گردن چی؟ گردن بچهای مذهبی. این کار اسرائیلیه، چون دیدن این توریستا میان توی ایران میرن تو صفحه فیسبوکشون میگن آقا یه عمر به ما دروغ گفتن، امترین کشور، ارزونترین کشور، مهربونترین مردم، دیدنیترین جاها تو ایران. خب برای اینکه این کار بکنه کجا باید انتخاب بشه؟ اصفهان. اگه اسید پاشی بود تهران، تیپ تهرانی ها بدتر یا مثلا اصفهانی ها؟ مستحضری؟ اسید پاشی اسرائیلی بود. اینا این کار رو انجام میدن. هر جا دیدید یه کاری داره صورت میگه که چهره کریه از انقلاب صادر میشه، میگم دیگه شما خواهد دارش بوره رو بکشی، خواهد عادی بکش، چرا تیکه تیکش میکنی؟ اینم نگاه اسرائیلی هست. من میخوام بگم فهم نقشه صهیونیست ها خیلی به ما کمک میکنه که اینا چه غلطی میخوان بکنن. ببین اسرائیل تا پایان ترامپ از این فضا میخواد استفاده کن که آقا همین رو به حساب ترامپ انجام میشه. اون CIA، اون صهیونیست هایی که تو امریکا هم هستن، بهترین فرصت براشون فراهم شد که آقا هی یه کاری بکنن موجب واکنش ایران بشه. مثلا امریکایی ها بیان برخی از مراکز هسته‌ای ما رو هم بمباران کنن. خب اینا میخوان این کارو انجام بدن و برای همینه که من میبینم که بعضی از این فشارهای بخشیش ها تمی داره، نه همش. ما هم خودمون میگیم با اینا تو دهنی اساسی بخورن. بخشی از این تم نوع درخواست انتقامی که داره صورت میگیره بخشی از این تم اسرائیلیه. بازی نخورید. من که یه چیزی میشم بگم، بسیار از این اتفاقات کشور ما میفته در واقع بعضی از این سرویس امنیتی با همه. شما اینا گفتم عرض کردم اینا با همه، اما شما میبینید مثلا جاسوس اسرائیلی تو آمریکا دستگیر میشه. اسرائیل انقدر حرومزاده است با آمریکا هم یه جایی رحم نکرده. 1973 که اسرائیل درگیر جنگه، ناو یو اس اس لیبرتی آمریکا رو میزنه که میشه خرداد ماه ما اشتباه نکنم. من سربازی که تو اون ناو بوده فلیپ تورنیه رو پیداش کردم، باش ارتباط گرفتم، کتابشو برای من فرستاد، What I saw that day، آنچه آن روز دیدم، کتابش انگلیسی رو برای من فرستاد، من دارم، برید تحقیق بکنید. اسرائیل زد ناو آمریکا رو که بگه کار مصر بوده آمریکا رو وارد جنگ کنه به نفع خودش. این همچه حرومزاده هایه. خود امریکایی ها میدونن اینو، خود امریکایی واقفن که یه جای اسرائیل میخواد موارد اختلافات بینجا. مثلا تو همین اواخر بین اوباما و نتانیاهو اختلافات پیش اومد، متوجهید؟ این پاسخ ایران باید با در نظر گرفتن این مسائل باشه. شما از یه طرف میبینید مثلا دولتی ها میگن آره ما فکر کردن ما بچه ما تو بازی نمیافتیم، بله شما که کلا از هر بازی میترسی، شما گربه اون ورد میشه پخ میکنی میگید میترسی اینجا. شما رو نمیگم آقا، شما اصلا خودتو ناراحت نکن، شما اصلا ته یه بنده خدایی بودی، گویا یه خانومی داشت با یه آقای با شوهرش داشت میرفت، بعد شوهرش این سوسولا بود، یکی اومد به این خانم مترک انداخت، گفت تو غیرت نداری نمیخوای بریش برخورد کنی؟ رفت زد رو شونه یاری، گفت تو بدی، گفت بابا من نگفتم که بکشش، گفتم برخورد ساده کن. شما از اینایید، شما خودتو ناراحت نکن. شما یه سری اتفاقات بعضا تو خونه تونم بیفته میگه تنش به وجود نیاد. خب این از اون شما رو عرضه میکنه، اما بدنه انقلابی و هوشیار باید اینو لحاظ بکنه. مستحضرید؟ خیلی از این آقایینی که خیلی داغ میشن یه جاهایی، اینا خواسته یا ناخواسته با اسرائیل وصلن، یا خواسته وصلن، میدونه مأموره این کارا رو بکنه، افراطی گری بکنه. انقلابی گری با افراطی گری فرق داره. دو، نه اخلاقشو میدونن، اخلاقشو میدونن. یه روز من نمیتونم اینو باز کنم، مسئله که میخوام بگم اسم حتی نمیتونم خیلی اشاره مستقیم کنم، چون شما در میارید طرف کیه، باهوشید الحمدلله.
یه جایی من بود پیش بنده خدایی میخواست بره صحبت بکنه بعد از جلسه با ما، بره پشت میکروفون. من نشسته بودم، من پشت در آلومینیومی بودم، منو ندید اون کسی که اومد اونجا نشست و این بنده خدا خودش یه خورده کشون بیرون که اون متوجه نشه من این طرفم. شروع کرد یه سری نکات بهشون گفتن، آقا اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده. حالا من که واقف بودم که داره چرت و پرت رسما میگه، داره تحریک میکنه. بعد با خودم گفتم خب حالا بره ایشون کارش تمام بشه بعدم بهش میگم مراقب باش. آقای که شما باشید، خانم که شما باشید، ایساف رفت تمام اینا رو پشت تریبون گفت. میشناسن بعضی از این خلقیات و روحیات رو. مستحضرید برای اینکه این دو قطبی رو حفظ بکنم. من چی میگم؟ میگم همشه نگاه کنید. دقیقا قبل انتخابات ها اینا قصه حجاب رو میارن بالا. آدم دارن. آدم دارن. یا اون میفهمه. متوجه اید؟ یا نمیفهم. فهمیدش که وصله. نفهمم چون نفهمه میان سراغش. شما همین الان نگاه کنید بحث رو چی باز دو بحث حجاب دارن بولد میکنن. چرا؟ چون این بیورزه ها فقط با همین میتونن رای بیارن، با همین بحث ها. اقتصاد مملکت رو به گند کشیدن، آبرو برای کشور نذاشتن بمونه. درست شد؟ هوشیار باشید. همیشه همین موقع سرکلشون پیدا میشه. نکته که برجامی هم آقایون اگه میخوان برن، همیشه اینا که میرن مذاکره میکنن با دستاورده اون شهدا میرن. اگه احمدی روشن، شهریاری، علی محمدی هم سالم نبود، اگه هزاران سانتریفیوژی که ما ساخته بودیم نبود، اینا با چی میخواستن برن مذاکره کنن؟ چی داشتن بزن رو میز برای ارائه؟ اگه شهدای موشکی ما نبودن مثل شهید تهران مقدم و دیگر عزیزانی که شهید شدن و شما اسمشون رو نمیدونید، اینا کجا میخوام برم بشن حرف بزنم؟ اینا هیچی هم ندارن. یعنی با سرمایه که یک کسی دیگه برشون درست کرده، اصلا دولت قبل هسته‌ای کرد، اینا بلند شدن رفتن باش مذاکره کردن. خب تو خودت چی داشتی بری بگی؟ تو که بلد بودی تونستی با حرف زدن چیز اونا بکنی؟ دو داشت تو هیچ که نکردی، کل این طرف هم که دادی رفت. درست شد؟ این نکتر لحاظ کن. ببینید بیشترین نظام بازرسی در طول تاریخ بازرسی ها برای ما بود. گفتم آقای ظریف میگه 92% فعالیت بازرسی آژانس مختص به ایران. آقای ظریف توییت زد. قریب آبادی نماینده ایران تو آژانس میگه آمانو مدیر کل سابق آژانس سه بار به خود من گفت. قریب آبادی میگه، من که نمیگم، برید سرچ کن. قوی ترین رژیم راستی آزمایی آژانس تحت برجام برای ایران اجرا شد. و ما خیلی تمایل داریم که این مدل، مدلی که پایلوت در ایران اجرا کردیم و برای بقیه کشورام ببرم انجامه. میگه من همون موقع برداشتم با آقای آمانو گفتم که من باید تو رو ناامید کنم. گفت چرا؟ گفتم هیچ کشوری مثل ایران قبول نخواهد کرد که اینجوری شما برید هر جایی رو سرک بکشید و تو این سطح همکاری داشته باشه. آنتونی بلینکن که قرار وزیر امور خارجه آقای بایدن باشه، ببین چی میگه. اینو مهر زده بود، خارگوزه مهر، برید ببینید. میگه که در مورد برجام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جوامع اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل اختلاف نظر دارد. نتانیاهو معتقد است برجام یک اشتباه تاریخی است. میگم دیگه، اسرائیل همیشه از هر گونه ارتباط ایران میترسه، اما جوامع اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نظر متفاوتی دارن. میگن درسته اینجا میخواد یه رابطه برقرار بشه، اما ما با آمریکایی‌ها هماهنگیم. آمریکای کوفتم نمیخوان به ایران بدن، فقط به بهانه ارتباط قرار جووناشون رو به خاک سیاه بنشونن، قرار سبک زندگی امریکایی منتقل بشه، قرار جامعه ایرانی وسترنیزه بشه، قرار این اتفاق بیفته. خیالات راحت بشه. آقای نتانیاهو. مارک دوبوویتس مدیر FDD بنیاد دفاع از دموکراسی تو واشنگتنه، همین اخیراً دیروز گفت در پاسخ به ترور شهید فخری‌زاده، میگه زمان زیادی برای آمریکا و اسرائیل مانده تا آسیب سختی به ایران وارد و اهرم فشاری برای دولت بایدن ایجاد کنه. قشنگ رسما داره میگه، میگه اصلا ما داریم کار میکنیم که بایدن بیاد برداشت کنه. اینا نگن بایدن یه چیز دیگه است، یه کسی دیگه است.
اینا دارن کار میکنن بایدن میشه پلیس خوب، اینا پلیس بد باشن. دو تا پلیسن، یعنی که بازجویی کنن، یکی میاد پدرتو در میارم مینازم زندون، یکی میگه آها باش بد اخلاق خودش حرف میزنه بچه خوبیه. بایدن قرار پلیس خوبه، من نمیگم، چون اگه من بگم شما میگید تحلیل خودته، بیا با حرفا طرف راست. خب این آقای دوبویتس کیه؟ ایشون همونی که اون مقاله که گفتم انتشار دادن که شما باید قدرت هستی ایران رو به گوش کنید. نکته جالب ماجرا چیه؟ آقای آشنا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری یه گزارشی میده، اون گزارش رو جسارتا منم دیدم، خب ببخشید دیگه به دست ما هم رسیده. جمهوری اسلامی در صورت بازگشت تحریم شورای امنیت تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا باید صبر استراتژیک کنه. اونا هم اینو میدونن ها، متوجهید؟ یعنی من که میدونم تو یه جلسه بوده و 40 نفر نشستن گفته شد. دو تا مسئله، یک اشراف اطلاعاتی حاصل از بازرسی های بی سابقه، 92% بازرسی ها فقط برای یک کشور ایران، 8% برای کل دنیا اشراف اطلاعاتی به وجود آورده که قشنگ فهمیدن چجوری خرابکاری تو نتن صورت میگیره. رفتن دیدن دونه دونه لوله کشی ها رو، کارا رو، سالونا رو، لابیا رو، همه رو دیدن، متر کردن، نشستن، دستگاه زدن، درست شد؟ مثل زمانی که شما دقت کنید قبل از حمله آمریکا به عراق یا هانس فلیکسنامی رو فرستادن تو عراق بره بررسی کنه مثلا کشتار جمعی دارن یا ندارن، تمام سوراخ سنبه های عراق که درآوردن بعد حمله کردن، چون ابهام امنیت میاره عزیز من. این ابهام استراتژیک، نکنه ایران یه جایی داره ما خبر نداریم، این نگرانشون میکنه. وقتی خیالشون راحت شد، کلیر شد، شفاف شد، ما خیلی جالبه بر مردم خودمون عدم شفافیت داریم، بر دشمنانمون تافی ها خالدونه خیلی جا رو اونا خبر دارن، متن برجام اونا خبر داشتن، ما نامحرم بودیم، همه چی این شکلی بوده دیگه. الان میگن آقا تو بیا اطلاعات مالی بانکامون هم بدیم به اونا. خیلی جالبه، میگفتن قیمت دلار میره چه رفته بالا، برای اینکه ما FATF رو تصویب نکردیم. میگیم آقا جون ببخشید، پس چجور قیمت دلار اومد پایین؟ چجور آوردیش پایین؟ FATF تصویب کردیم؟ نه، قیمت دلار دست خودتونه، دنبال بازی سیاسی تونید، بخشی قابل توجهش دست خودتون. یکی پس اون اشراف اطلاعاتی که به دست آوردن، دوم ادراکی که به وجود اومده در مورد انفعال ایران، که ایران وایستاده تا رئیس جمهور بعدی بیاد، اونا دست رو خوندن. برای همینه میگه چی؟ میگه بهترین فرصت هست، زمان زیادی برای آمریکا و اسرائیل من تا آسیب سختی به ایران وارد و اهرام فشاری برای دولت بایدن ایجاد کن، چون میدونن این طرف کیه، میدونن اگه اسپک بزنه اون توپ جمع کنه اون وسط کیه، کی میخواد اون پاسو بگیره، کی میخواد اون جلو ضربه آبشار رو بگیره. جیکوب نایجل، مشاور ارشد دستیار در واقع امنیتی نتانیاهو تا سال 95-96 که بود الان، و خود همین آقای ماک دوبویتس، 31 آگوست 2020 مقاله منتشر میشه در شهریور 99 که گفتم، مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر، توصیه های رو میده. توصیه ها چیه؟ توصیه های مبنی بر خرابکاری و اخلال در تأسیسات هسته‌ای، یک، زیر ساخت های موشکی و نظامی ایران به سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل میده. مقالش هست، برید بخونید. اینه که دارم میگم اطلاعات آشکاره، دم دستتونه. تو توصیه به سازمان های اطلاعاتی کشور غربی چی میگه؟ میگه در حالی که آژانس انرژی اتمی وظیفه خود را دنبال میکنه، سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده، اسرائیل و دیگر قدرت های غربی باید به تلاش مخفیانه برای جلوگیری از برنامه هسته ای غیرقانونی ایران و فعالیت هسته ای ادامه دن، رسما و فعالیت هسته ایران ادامه دن. صراحتا عنوان میکنه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر کشورهایی که احتمالاً درگیر آن هستند باید به ضربه زدن به تاسیسات هسته ای ایران، زیرساخت‌های موشکی و نظامی ایران و همچنین نیروهای ایرانی و نیابتی در منطقه ادامه دهند. بدبختی که چیکار باید بکنه؟ رسما داره داد میزنه که. نه رسما همه چی گفتن. یعنی اینا میخوان تا موقع بایدن این خطو برن.
تو داخل حالا بگم چی؟ که چی بشه؟ به شما سخن قبلی گفتم. بایدن یهوی خبر حضورش میاد. آقا ببخشید این دیوانه بود این ترامپ ما رو اذیت کرد. کسی خول بدید چقدر من فوش میداد؟ این اصلا همینه. جیز اخ اخ. منتها من برمیگردم به برجام. منتها جسارتا دو تا شرط دارم. یک دو تا شرط. اولا اینو من به شما بگم. رسما اینا میگفتن رسما دموکرات‌های وقیح، دموکرات‌های وقیح میگفتن که آقا بایدن هم به این سادگی نبود برجام برگرد. باید وایسته تا انتخابات ایران. ببین کل ملت ما رو معطل نگه داشتن تا 13 آبان انتخابات آمریکا بشه. خورده به دعوا، ترامپ میگه نمیدونم تقلب شده اون یکی می نشده. آی میر ترامپ داره چیز میکنه، طرفدارش دارن شعار میدن یا دونالد مش دونالد خدمت شما عرض بکنم. قصه درست کردن، میگه من قبول ندارم، وکیل میگیرم. آی الو این قصه ها درست شد. خیلی بده، کار زشتی. ترامپ اخه کسی دیگه باشه خوبه. ترامپ نپذیره ایرادی نداره، اما یه کسی دیگه خیلی بده، اون بده اصلا مخمه. یعنی وقیح‌تر از این آدما من رو کره زمین ندیدم. بگذاریم، حالا هم معلوم نیست کی بشه. میگن احتمال مثلا بایدن بیشتره، فلان شد. ترامپ هم میگه نه ما بردیم. ترامپ میگه بنده پیروز قطعی انتخابات با فاصله خیلی زیاد تیپریز قرارداد انتخابات. اما ترامپ داره میگه، ترامپ داره میگه. خدمت شما عرض بکنم که آی بایدن وقتی به چه اتفاق اینو خواستم بگم. این که نگفتن اصلا برجام که نهاد بین سادیه برد، یعنی کلی ملت تا 13 آبان الاف از 13 آبان تا الان هم لنگ در هوا مونده که چی چه قصه میخواد بشه و چی. اینم که تا اینجا. مورد بعدیش چیه؟ وایسی تا انتخابات ایران تموم. یا حضرت عباسیان تو خورداد همه چی معطل. یا سیب زمینی بره بالا، یا مور بره بالا. ملت به کی رای دادید؟ خدا پدرتون رو بیامرز. چی کار کردید با این مملکت؟ بازم قراره از یه سوراخ دوبار گزیده بشید؟ دمتون گرم خدا بکن. شما مجسمهاتون رو باید بسازن تو تاریخ، مثلا کل دنیا میان زیارتتون کنن، نگاهتون کنن. اینا میگفتن چی؟ میگفتن که بعد بایدن هم بخواد بیاد میسه. چی شد؟ آقایان دولتی خبر اون قرارداد بلند مدت با چین رو زودتر سوزوندن که ببین آقای آمریکا نیای، ما داریم بیم با شرق ببندیم و با چین ببندیم. این باعث شد که دموکرات ها بگن که چی؟ ما به محض پیروزی برمیگردیم توی برجام. اونتا برجام منو چی میگن؟ میگن برجام آپدیت شده و اصلاح شده. برجام آپدیت شده یعنی چی؟ یعنی دو سه تا دیگر هم باید بپذیر من برمیگردم تو برجام. بایدن که بیاد دو سه تا کار سوری و تشریفاتی و این کار قشنگ قشنگ انجام میده. مثلا الان آقای ظریف محصور تو آمریکا که میره، میره سازمان، فقط یه خیابون عقد راه بره. جلوتر بخواد بره، پلیس جلوشو میگیره، میزنه تو سینش. میگه نگاه کن این خیابون تا تعمیری فکر کنم 800 متره. یه بار من با گوگل ارث نگاه کردم، یا موقع توییت هم زدم. یادم چقدر 800 900 متره. این خیابون رو میری، پسر خوب میچرخی، دوباره برمیگردی. درست شد؟ مثلا میگن اجازه میدیم آقای ظریف تو نیویورک بچرخه. مردم این پیروزی رو بهتون تبریک عرض میکنه. دو، تحریم های ظریف رو برمیگردون برمیداریم. او چی؟ یعنی ظریف اگه حساب دارو خارج ما کارش نداریم. مردم وزیر و ما رو خارجتون. چهار تا این چیز سوری و جنگولک بازی. او بعد اینا رسانه هاشون قوی، آی مردم دیدی تحریم های. همون موقع عرض کردم دیگه چیه؟ با 100 میلیون دلار دلار رو بریز توی خیابون سبز میدون، شروع کن کانال تلگرام هم که دست همین آقایونه، رفتن همه رو خریدن. من مطلع دارم بهتون میگم ها. شما تا کانال، اسم نمیخوام ببرم، کانال اینترتینمنت یه میلیونی میبینی سرگرمیه سیاسی کاناله، یا این اون لابه ها یه دونه خبر دمه دلار میره. نه کارشون اینه. مردم بدبختم که میبینن با این اوضاع ریال، منم بهشون حق میدم که ریال رو رد کنن برن هر چیز دیگه بخرن، یه بخشش دلاره، یه بخشش سکه است، یه بخشش مثلا خونه و این چیزاست. برمیگردن اون دلارا رو میفروشن. این چند میلیارد دلاری دست مردمه، تخمین زده میشه، حالا 3 میلیارد میگن، بیشتر میگن، کمتر میگن، مهم نیست. این پولو که میریزن چه اتفاقی میفته؟ ارزش دلار میره پایین. میگن به خاطر آقامون بایدن بود. متوجه شدید؟ اینه. خب این آقاشون بایدنه. بعد چه نکته میشه؟ میگن که آقا دیدید چه اثری گذاشت؟ به این ترامپ نیستش. آقا شوخی نکن، قبلا هم اتفاق افتاد عزیز من. یادتونه دفعه قبل دلار رفت و 20 و دوباره اومد تا 12 تومن؟ آ شدنی.
یعنی بازم هزینه اون دلار مردم میدن، مردم بدبختی که 10 میلیون پس انداز بازنشستگیش بود، مونده بود یه کنجی، اینو رفت دلار خرید، خب بعد یهو میاد داره میاد پایین میاد میفروشه، پولش چقدر میمونه؟ 8 میلیون مثلا بدبخت. این 2 میلیون 2 میلیون جمع میشه به این آقا این کمک میکنه. متوجه شدی؟ نه. پول در واقع پول ریال ما تقویت میشه وقتی دلار ارزش میشه، این ریاله. یه چیزم در اصل قبل گفتم بچه‌ها، اینقدر هفت و هفت شد و نمیدونم قد شد و سر صدا اومد و یه چیزی شد. آها، یکی از این بچه‌ها اسکایپش زنگ خورد یادمه. بعداً ازش پرسیدم، گفت عمم بوده. حالا قبل اینکه شروع کنم بهش گفتم، گفتم عمت اول بلاک کن بعد ما شروع بکنیم. من همینجا نشسته. خدمت شما عرض بکنم، حواسم پرت شد، از ذهنم پرید. اینکه الان تو کردستان عراق دارن تروله 5000 تومانی ما رو می‌خرن. می‌دونی برای چیه؟ برای اینکه اینا میدونن. با آمدن بایدن این سیاست رو آقایان قرار اجرا کنن. اینا دارن برای چی دارن تراول میخرن؟ بخاطر اینکه حجمش کم میشه دیگه. 1 میلیون تراول کمتر از 1 میلیون هزار تومانیه. خب اینا دارن تراول میخرن، حتی جالبه تراول گرونتر هم میخرن. مثلا تراول 5000 تومانی 55 تومن میخرن. اینا میخرن نگه میدارن، وقتی ارزش ریال اومد بالا دوباره باش اجناس میخرن. همین کاری که اینا دارن انجام میدن نشون دهنده اینه که یه تصمیم بالا هست، دارن میگیرن دیگه. خب دارن کارو انجام میدن. بدونید من بدونید که حالا این کسایی که دارید دلار نگه میدارید، طلا نگه میدارید، با اومدن بایدن ضرر خواهید کرد. خب زودتر ردش کنید بره. با برادرم شما میگم. و داشتم میومد پایین تا بحث چیز اتفاق افتاد، نکنه ترامپ حمله کنه به ایران، دوباره رفت بالا. وگرنه قرار بود همینجوری بیاد پایین. متوجهید؟ بله، اگه همینجوری شرط عادی باشه، جنگی نشه، فلان نشه، میاد پایین. همینا خودشون به طرف آمریکایی میگفتن که تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باید صبر کرد و یه اثری بذارید. اینا رو من نمیگم آقا، برید ببینید آقای دکتر ظریف رسما مثلا هم به الورادی گفت، هم بعدن جای دیگه بعد اینا رسما میرن گفتش آقا ببینید با ما اگه راه نیایید ما دیگه رأی نمیاریم. ما یعنی اصلا دلیل اینا اصلا بازی میکنن با سیاست خارجی و رأی آوردن تو قدرت موندن. من نمیدونم قدرت چی داره، چی به اینا میرسه. والله عجیبه، خدا قسم اینا آخرت و این چیزا رو من نمیفهمم. اون دنیا چجوری میخوای محاسبه کنید؟ هست اینا، من نمیگم، برید سرچ کنید. با البرادعی میگه، بعدش باز یه چیز دیگه داره سخنرانی میکنه، میگه بدونید آقا رقبای ما رأی میارن، مجلس ما میبازیم، ما فلان میشه. اینا رأی ظریف داره میگه. ستاد انتخاباتی دموکرات ها در ایران، یعنی این آقایون، بایدن میاد براشون با همون برجام آپدیت شده. حالا نکته جالب برجام آپدیت شده میدونی خواسته کی بود؟ ترامپ هم همینو میگفت. میگو بیاید با من مذاکره کنید، چند تا بند به برجام اضافه میکنم. خب بایدن هم همینو داره میگه، با ترامپ نمیشه مذاکره کرد چون تو قرار نیست رأی بیاری. بایدن ما خبر آمریکایی با من گفتن، دموکرات ها گفتن بایدن رو هم یاد دو حاج قاسم رو زدی با تو هزینه زای ما بریم برای مردم رو چی جواب بدیم با شما نمیتونیم مذاکره کنیم. با آقام بایدن میشه و یه دوگانه براتون میسازن مردم. ما مرده شما زنده. یک دوگانه جنگ و صلح. ببین اومدن و بی 52 رو آورده ها، نگاه کن. دو گرانی مذاکره. متوجه شدی چی؟ گرانی میخواد، مردم ببین گرون ها، دلار چقدره، فلان چقدره، یا بریم مذاکره کن. و مردمی که گشنه شدن، مردمی که دیگه مرغ کیلو جوجه کباب و چلو کباب قیمتش یکی شده، خب مردمی که تخم مرغ میخوان برن قیمتش میره بالا، نمیدونم چیزی میخرن، میگفت آقا چرا قیمت گوجه رفته بالا؟ گفتیم مردم دیگه چیزی که نمیخورن، احتمالا یورش بردن املت درست کنن، قیمت گوجه هم رفته بالا. خب مردمی که بلا رو سرشونه، بله خدا میگه بابا من همین یه هفته شرمنده زن و بچه‌م نباشم، ولش کن دیگه. متوجهی که اینا از آرمان‌های انقلابی دست بره. آرمان انقلابی حالا چیه؟ دقیقاً امنیتته. فکر کردی ول میکنن کی؟ به اندازه لیبی با اینا راه اومد، لیبی رو تجزیه کرد. کی به اندازه صدام با اینا راه اومد؟ ببین چه بلای سر عراق آورد. دروغ بزرگ ایناست. لیبی همه تأسیسات هستش گذاشت توی کشتی تقدیم کرد. بعد اومدن گفتن بعد این کار. گفت چشم 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 آخرش شد. اصلا قذافی رو زدن. گور بابای قذافی. مردم لیبی چه حالی دارن الان؟ فکر کردن ول میکنن. اینقدر اینا بعد از هم بکشن که اسلحه بخرن. اینقدر باید زیر ساختار خراب کنن. چرا میدونی که اروپایی‌ها پول بلوکه شده
میگفتن بابا قذافی مرد، پول ما رو دیگه پس بده دیگه، اصلا جمهوری اسلامی قذافی نیست، پولمون رو پس بده دیگه دست شما. گفتن نه، پولو که نمیشه بتون پس بدیم، شما باید دولت مستقر بشه، دولت مستقر درست میکنه، ما حالا باید کار داشته باشیم. بعد اینا به بهانه این که بیان اون شورش ها رو پایین کنن، اروپایی ها حمله کردن، همین فرانسوی بیشرف، خب همینا حمله کردن زیر ساخته لیبی رو با خاک. بابا ما با قذافی مشکل داریم، پولو چرا میزنی؟ سیلو گندم رو چرا داری میزنی؟ سد رو چرا داری میزنی؟ نیروگاه برق رو چرا داری میزنی؟ تو عراق چیکار کردن؟ جاده‌ها رو نزدن؟ هنوز که هنوزه عراق یا ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر سوخت‌های فسیلی مشکل برق داره. عادل عبدالمهدی رفیق قرارداد 14 میلیارد دلاری ببنده از آلمانا و چینیا بخواد بیان مشکل برقش حل کنه، چه بلایی سرش اومد؟ عوضش کردن آمریکایی‌ها. گفتن آها اون پولایی که اونجا داری میام دوباره هم پوله رو برات میسازیم. چند ساله؟ 10 ساله. با یه همچین حرومزاده هایی چجوری باید تا کرد؟ خب این حرومزاده ها چرا این کارا برای ما نمی کردن؟ چون قدرت داشتیم، چون سوخت غنی شده 20%، یعنی ببین بری به اون سمت میدونی دیگه یه بار دیگه تو چرخه قرار بگیره میشه 90 خورده درصد، اونم تو میدونی معنیش یعنی چی. دانشمندان ما رو تو این ظرفیت، ما باید تو همین ظرفیت بمونیم، لازم نیست منبعتون بسازیم، تو همین ظرفیت خودش باز دارن دیگه. اینو گرفتم، قلب راکتور اتم عراق رو توش سیمان ریختم، که وقتی من اون خبرش رو شنیدم گفتم تو جان من داشتن سیمان میریختن، و دهان ما رو داشتن سیمان پر میکردن که مردم چه میدونن. نه درست میشه، اون بنده خدا هست داره میرخصه اینجوری وایستاده اینجا شده آی لاف یوسف، دوستم میرم کجاست الان اون بنده خدا بود، یه 1000 تومن یه نه دلار اینجوری بنده خدا واسه اینقدر الان بالینا میسوزه. خب برادر چه کنیم؟ آقا جون چیکار کنیم؟ راهکارامو بگم جمع کنیم بریم خونمون الان که دیگه فکر کنم اینجا باید بمونیم نه شب راحت. یک، مطالبه جدی توسط شما مردم، رسانه‌های لیبرال و این کجوکلای داخلی نذارین بازیتون بده. زمانی به شما حمله میکنن که موشک نداشته باشی، الان داری نمیکنن. 4 جا رو ممکنه بیان تق و توق بزنن، جنگ نه اونجوری که عراقو به خاک نمیتونن، چون اسرائیل شخ میزنی، اسرائیل خط قرمز ایناست. اوکی، بازی نخور. مطالبه باید پاسخ اینا داده بشه. منم نمیگم همین الان داد زدی من داد میزنم، معقول و درست. ببینید ما زمانی که عین‌الاسد رو زدیم تحقیر کردیم آمریکا، اما اون پاسخ اصلی ما نبودا، پاسخ اصلی ما که یک دونه آمریکایی تو منطقه نباید بمونه، اینجا منطقه ما و محقق خواهد شد ان شاء الله، خود شما اینو خواهید دید ان شاء الله. 2، به هیچ وجه دستگاه امنیتی نباید تضعیف بشه، بلکه باید توسط نهادهای زیرسلاح حتما مجلس باید وارد بشه، تغییر تفحصی اگه من نمیدونم اول از قانون میتونن تغییر تفحصی اینجا هست چجوریه، حتما با صورت بگیره. این نفوذی‌ها باید پاک بشن، قصه نذارید مثل 78 درست کنن، باید نفوذی‌ها پاک شن. 2، ماجرا باید مردمی بمونه. عزیزان این همه دارن تاکید میکنن که آقا این شهید اونوریا دارن میگن می‌خواست بمب اتم بسازه نمیدونم فلان، این شهید مسئول سپند بود، گفتم سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی، هر دانشی رو که می‌خواست وارد بشه این آدم می‌رفت، امسال اینشون می‌رفتن. ایشون لیزر بوده نفر اول بوده رفته کار کرد، هسته‌ای بوده نفر اول بوده رفته کار کرد، واکسن کرونا، کیت تشخیص کرونا رو ساخته، واکسن. ببین شما نمی‌دونید چه بلایی سر اینا آوردن، من خبر دارم، آتش می‌گیرم از مظلومیت اینا که برخی از این آقایون چیکار کردن، کی تشخیص کرونا رفتن درست کردن آوردن، از کره‌ای‌هایی که وارد شده بود خیلی بهتر. گفتن این دروغ نشون میده، الکی زیاد نشون میده، برای اینکه دهنشون رو ببندن اومدن چیکار کردن، گفتن آقا این خورد چیزشو به درسش بیارید پایین، آوردن گفتن خب این کمتر نشون میده، گفتن دقیقاً بذارید رو همونی که کره‌ای هستن، دقیقاً همونقدر انجام دادن، گفتن خب این که همون کره‌ای است، ما کره‌ایشو داریم دیگه. به همین صراحت اینا چرا نونشون تو وارداته؟ نون یارو تو با درصد میگیره، متوجهی؟ میخوام بگم اینجوری وایستاد کار کرد، واکسن میخواست برای زن و بچه من تو درست کنه،
واکسنش تا اونجا که من خبر دارم چون مؤسسه مسافم همکاری کرد تو اون بخشش، تا تست دوم انسانیش هم پیش رفت. و اینو من عرض نمی کردم بلا اینکه دیدم وزیر محترم دفاع کشور، من خیلی هم بهشون علاقه دارم، دوستش هم دارم، اومدن اعلام کردن، گفتم خب حالا من میگم و بیشتر از اینم باز چیز نمیگم. مردم ایشون یکی از ما بود که به فکر من و شما بود، زن و بچهش سالها توی زجر سختی، همسر شهید رضای نجات متن نوشت یکی از این پیج خودش تو شبکه‌های اجتماعی که یه شب شام دعوت بودیم خونه این، دیدم دست همسرش داره میلرزه، گفتم که شما چرا دستت میلرزه؟ من بعد از شهادت داریوش دستم لرزش کرد. گفت یه بار شهید همسر شما شهید شد تمام شد، من یک عمر دارم این احتمالو میدم. اسمش هم شما نشنیده بودی، از اینا فراوان داریم. من خودم یه بار سوار هواپیما شدم و خاطره جالبیه، ردیف سوم نشسته بودیم، ما رو مردم لطف دارن، حالا مثلا میریم کارتمون این مثلا کارت پرواز بگیریم، طرف میشناسه مثلا تو هواپیما جلوتر باشه بهتر چون زودتر پیاده میشه. بعد خدمت شما عرض بکنم که من رفتم ردیف سوم، اومد رفتم مشکل میبینم ردیف اول و دوم چیزه خالیه، یه آقای اون جلو نشسته. بعد پشت من عزیزی بود که یه خورده حالش مساعد نبود، من صندلی که می‌خواستم بخوابونم اذیت می‌شد، به من گفت، منم کمرم درد گرفت، یعنی تو صندلی سیخ نشسته بودیم، گفتم خب میرم یه ردیف جلوتر میشینم، فکرم مسافر نبوده چه می‌دونستم. رفتم ردیف جلوتر نشستم، یویدم دو نفر بلند شدن اومدن سمت من، گفتن آها شما این فلان. بعد اون مسئول امنیت پرواز اومد جلو من، گفت چی چرا جاتو عوض کردی؟ گفتم آقا من دیدم اینجا بیام پشتم خالی میشه، میشم صندلی بخوام میشه. گفت شما بشین. هیچ نگفتم، حالشون خوشه، خب صندلی خالی میره میشینیم دیگه، حالا چه اتفاقی میخواد. بعد که مثلا پیاده بشم یه عزیز من نزدیک شد، گفتش که این دو ردیف به خاطر ایشون خالی شده. گفتم مگه کی؟ گفت نمیشناسی. گفتم نه، من هنوزم نمیدونم آقا کیو، یعنی من که تازه خیلی از شما بیشتر تو این جلسات میرم، من واقعا نمیدونم کی بود آقا. اما از این موارد ما زیاد داریم، صبح تا شب زحمت دشمن دنبال زدنشونه. خب اینو دقت داشته باشید، ایشون برای ما مردم کار کرده بود، دنبال ساخت واکسن برای زن و بچه من و شما بود. مردم برید بفهمونید به مردم و بگید به مردم که حرومزادگی اسرائیل مشکلش با دانشه، با پیشرفته. هر جا دانش شکل بگیر اینا میرن خفش میکنن. خوزه آلبرتو آلبانو رو پدر هسته‌ای برزیل رو رفتن کشتن این اسرائیلی حرامزاده. دانشمندان هسته‌ای خدمت شما عرض بکنم مصر رو رفتن ترور کردن، نیروگاه اتمی اوزیراک عراق رو اومدن بمباران کردن. اینا دنیا فکر میکنن مال ایناست، این جماعت پدر سوخته. میگم ما قوم برتریم این صهیونیستا. مطالبه جدی بهترین اتفاق اینه، خروج بازرسان آژانس، این جاسوس ها باید برن گمشن بیرون، ساخت دوباره عراق، غنی‌سازی 20%، تهش هم خروج از امپیتی اگه بخوان این کار رو ادامه بدن. اگر اسرائیل اومد عصف شد دشمن ماست، ما رو تهدید اتمی کرده، تو من گسترش سلاح اتمی هیچ کسی هم راه نمیده، بیخ گوش ما پاکستان 100 تا کلاک اتمی داره، عربستان دنبال بمب اتمه، امارات نیروگاه اتمی رو انداخته. تهش هم باید این بشه، یا رژیم صهیونیست باید بیاد بشه یا ما هم از امپیتی بریم خارج. بهترین فرصت طلایی به واسطه خون این شهید فراهم شده، بدونید بهترین فرصت طلایی، توپ هم تو زمین ماست، باید از این امتیاز ساخت. تنها چیزی که برای ما امتیاز میسازه همینه، تمام قطع کنید همه چیو و دوباره برگردید محکم ادامه بدید. قطع هم نکنید اینا خواهن زد، بدونید، فکر نکنید شما قطع کنید میزنن. اینا رسما اعلام کردن، میگن تا پایان ترامپ بعد تا میتونیم ضربه بزنیم سن هستیشون بزنیم، باید اینجا اون آقایون مجلس انقلابی بسم الله اینجا خودشون نشون بدن، بیان جلو ببینیم چه میکنن. دو فوریت چرا سه فوریت انجام میده؟ شورای نگهبان هم میبردم تو تصویب میکردید. آقا این مطالبه ما ادامه داره، من هم یکم مردم ادامه میدن. 24 ساعت هشتگ اخراج بازرسان آژانس ترند شبکه‌های اجتماعیه، این جاسوسا باید برن بیرون و این برای ما امتیاز میسازه.
کلن باید همه چی کات. وگرنه شما اگه ببین الان آژانس اومده به ترقوزاباد نتانیاهو رو مبنا قرار داده، الان دوباره میخوان ما رو محکوم کنن. تمام، باید کات صورت بگیره، مطالبه مردم. و به وقتش، به وقتش اینو منم میفهمم، به وقتش حتما چند تا از این سگا باید کشته شن که بفهمن دوره بزندرو واقعا تموم شد. نه ما تو بازی ترامپ میفتیم، نه بازی اینا رو پیش میبریم. خوب دقت کنید، این باید مطالبه صورت بگیره. اخراج بازرسا تموم. اصلا من دیدم رئیس سابق سازمان جهت رو میگفت آقا من دارم تر میبرم برجام خارج شم. بسم الله سبحان الله، مردشو بیاد جلو. این آقایون نماینده مجلسان باید رأیشون رو شفاف کنن در مورد این مسئله. بعد ما بفهمیم به کی چه کسی رأی. اگه رأی آورد کلا که هیچی، بحث شفافیت من پیگیر هستم. اما اگر قرار باشه من باید بفهمم چه کسی رأی داده. حتما باید این اتفاق بیفته. ما پیگیر تک تک نماینده مجلس هستیم. سازمان انرژی اتمی باید موظف بشه که سریع همکاری‌ها رو قطع بکنه، اینا رو بنوزه بیرون و ماجرا تمام. این خون این شهید یه راه صحیح برای امتیاز گرفتن از غرب برای ما درست کرد. این خون رو حروم نکنید، این فرصت طلایی رو نسازید. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله عرایزم مفید و فایده بوده باشه. انشالله که مرضی رضای خداوند متعال شهدای عزیزمون و امام زمان عجل الله قرار بگیره. دعا کنیم برای هم دیگه، کمک کنیم تا جایی که میتونیم به مردمون تو این ایام. ما که تو مؤسسه هر کاری والله دستمون در میاد داره انجام میدن. مهر مهدوی صبح و شب داره کار میکنه. جالب این مسئولش من داشتم صحبت میکردم، گفت جایزه داریم درست میکنیم، میام قضا میبرن، خیلی کار فراوان دارن انجام میدن که بخش کوچیکش رو گزارش میکنن. میگفت از صدا و سیما میومدن تا میفهمیدن مال مسافه، میگفتن شرمنده ما نمیتونیم اعلام بکنیم. ما هم دنبال اعلامش نیستیم که بگیم این کارو کردیم، میخوایم بگیم که مردم روحیه بگیرن، بگیم نگاه کن این اتفاقات خوب، این کمک های مؤمنانه داره صورت میگیره، تا میتونیم هوای همدیگر داشته باشیم، خودمون به خودمون رحم کنیم وقتی دشمن به برخی از مسئولین ما رحم نمیکنه. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، ان شاء الله همه ما و شما از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله باشیم. صلوات بر